کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصاً برای کانال شبنشینی هالو تهیه شده است دو قرن سکوت نوشته استاد فقید عبدالحسین زرینکو بخش پنجم جنگ های بابک باری پیکار بابک با افشین در حصارهای محکم و طبیعی جبال آذربایجان مدتها به طول انجامید داستانان جنگ ها را مورخان به تفصیل نوشتند این جنگها مدت سه سال از 220 تا 223 هجری دوام داشت چنانکه از فحفا قول تبری برمیآید معتصم برای اتمام این مهم افشین را اکرام بسیار کرده بود گذشته از ولایت آذربایجان و ارمنستان که به دو داده بود سپاه و خواسته و آلات جنگ و چهار پایان بسیار با او فرستاده بود پیش از عزیمت نیز محمد ابن یوسف معمور شده بود به آذربایجان برود و حسارهایی را که بابک ویران کرده بود از نو بسازد محمد ابن یوسف در این مأموریت با سپاه بابک درآویخته بود و دی از خورم را کشته بود و جمعی را اسیر کرده بود اما وقتی افشین به آذربایجان رسید در صدد برآمد که گذشته از شمشیر برای برانداختن بابک از حیله و چاره نیز مدد گیرد بدین گونه جنگ هایی که افشین با بابک کرد از آغاز با خدعه و نیرنگ همراه بود افشین تازه به آذربایجان رسیده بود که محمد ابن بعیس یک سردار دیگر خلیفه با اینکه با خرمیه پیمان صلح داشت عهد خیش بشکست و با سپاه بابک به خیانت خود دراویر گویند هنگامی که افشین به آذربایجان آمد اسمت نام سپه سالار بابک به در حصار شاهی که محمد ابن بعیس کتوال آن بود فرود آمد محمد ابن بعیس برای لشکر او چون اینکه عادت داشت علوفه بفرستاد و چون شب درآمد اسمت را با ده تن مهمان کرد چون آنها محض شدند محمد ابن بعیس آنها را بکشت پس دست اسمت ببست و گفت سران سپاه خیش را یک یک آواز ده تا درآیند و گرنه تو را بکشم اسمت چنین کرد و یکی یک سرهنگان خیش را به درون حصار میخواند و محمد ابن بعیس آنها را میکشت بازماندگان سپاه چون این خبر بدانستند همه بگریختند پس از آن افشین بر همه راهها دیدبانان دیده بانان گماشت و لشکرها بر تنگناها از حصارها بداشت جنگ و خوده اما بابک که در حسارهای محکم ایمن بود هفت ماه سر از حسار بر نیاورد و با سپاه افشین مقابله نکرد افشین دلتنگ و ملول شد در صدد چاره و هیله برآمد به معتصم نامه نوشته بود و از او خواسته و درم خواسته بود معتصم صد شتر بار درم با سیصد غلام ترک همراه بقای کبیر نزد وی فرستاد چون بقا به جایی که تا اردوگاه افشین سه روز راه بود برسید افشین به دو نامه کرد که یک ماه همانجا درنگ کن و آوازه درانداز که مالها فلان روز نزد افشین برم تا چون جاسوسان بابک این خبر را بدو برسانند مگر برای تاراج این مال آهنگ تو کنند و از حصار خویش بیرون آید چنین کردند و روز معهود بابک با پنج هزار تن سوار بیرون آمد اما بقا به دستور افشین درمها را هم شبانه به جای گذاشته بود و شتران بیبار همراه خود آورده بود حیله که افشین تر کرده بود در نگرفت و بابک بی آنکه گزند و آسیب بزرگی ببیند مقداری غنایم به چنگ آورد و بجست از آن پس چندین جنگ بین سپاه بابک و افشین در گرفت که هر کدام نوبتی ظفر می سپاهیان بابک که پناهگاه های داشتند و از برف و سرما رنج بسیار میبردند دلیران مقاومت میکردند اما یاران افشین که به سرمایه سخت و راههای دشوار عادت نداشتند رفته رفته ملول می شدند. دو سال بدین گونه گذشت از سپاه افشین بسیاری هلاک شدند اما معتصم هموار سپاه تازه و عدت و آلت بی اندازه می فرستاد. سرانجام افشین آهنگ تسخیر حسار بابا کرد. چون در یک فرسنگی آن حصار فرود آمد بابک خربارها خوردنی و میوه از حصار خود برای لشکریان افشین فرستاد و گفت شما میهمان مایید در این ده روز که به سوی حسار ما میآیید خوردنی نیافته اید ما را جز آن قدر چیزی نبود افشین آن نوزل نگرفت و همچنان باز فرستاد و به بابک پیغام داد که ما را خوردنی به کار نیست و دانم که تو این کار بدان کردی تا سپاهیان ما را شماره کنی در این سپاه سی هزار مرد جنگی است و با امیر المؤمنین سی ست هزار مسلمانند که همه با او یک دلند و تا یک تن از ایشان زنده اند از جنگ تو باز نمی اکنون تو بهتر دانی خواهی به زنها را ای و خواهی جنگ کنی بابا کلابود نمیخواست به زنهار خلیفه درایت جنگ را برگزید. پس درهای حصار محکم کرد و در آنجا بماند افشین نیز بر گرد حصار لشکرگاه ساخت و خندق کند و همانجا نشست روزها از حصار بابک بانگ چنگ و رود می آمد و چنین فرا بود که از سپاه دشمن پروا ندارند اما شبها گروهی را همواره به شبیخون می فرستادند. این حال نیز مدتها به طول انجامید سپاه افشین با تنگی علف و سختی کار نیک ایستادند جنگ های خونین و کشتارهای سخت روی داد و بسیاری از سپاه بابک تلف شدند سرانجام بابک در کار فرو ماند از توقف در حصار کاری نمی گوشود و لشکر افشین از گرد حصار دورتر نمیرفت. رفت بابک بران شد که با افشین هیله سازد گفت منم بابک افشین را گویید نزدیکتر آید تا بابی سخنی گویم افشین به پای دیوار آمد بابک زنهار خواست و گفت گروگان من پسر محترم است او را به نواگیر و برای من زنهار خلیفه بستان بر این قرار نهادند و لشکریان افشین حصارها را رها کردند و به جای خیش باز آمدند چون شب در رسید بابک کسان خود را برگرفت و با پنجاه مرد که با وی در حصار مانده بودند از حصار بیرون شد و به کوه ها رفت و از آنجا به سوی ارمنستان گریخت یه بابک گویند چون بابک از حصار بجست لباس مسافران و بازرگانان پوشید و با کسان خود در ارمنستان به جایی فرود آمد از چوپانی که در آن حوالی بود گوسفندی بخرید چوپان نزد سهل ابن سنباد امیر ارمنستان برفت و خبر برد دانستند که بابک آمده است افشین پیش از آن به همه حکام و امیران آذربایجان و اران و بیلغان و ارمنستان نامه ها فرستاده بود و آنان را بدان واداشته بود که در فرو گرفتن بابک با او کمک کنند سهل ابن سنباد چون از آمدن بابک به ارمنستان وقوف یافت برنشست و به دیدار او رفت و بابک را با لطف و اکرام به سرای خیش مهمان برد و در نهان به افشین نامه نوشت که بابک نزد من است افشین وی را امیدها و دلگرمیها داد و بر آن قرار نهادند که چون بابک با وی به قصد شکار بیرون رود او را در جایی که از پیش معین کرده بودند به کسان افشین تسلیم کند چنین کردند و چون بابک دریافت که سهل او را به خیانت تسلیم دشمن می کند برا شفت و او گفت مرا به این جهودان ارزان فروختی اگر مال و زر می خواستی تو را بیش از آنچه اینان دادن میدادم. دادم بدین گونه افشین با قدر و حیله بابک را بگرفت و بند بر آن نهاد حسارهای سرخلمان ویران شد و آنها خود کشته و پراکنده شدند اما کوشش ها و مبارزه های آنان به پایان نرسید و همچنان پس از بابک نیز دوام یافت افشین بابک و کسان او را برنشاند و آهنگ سامر را کرد شادی خلیفه از این پیروزی بی اندازه بود افشین را بسیار بنباخت و تشریف و اکرام بی اندازه کرد چون افشین بابک را به سامر را آورد شبانگاه احمد ابن که قاضی القضاعت بغداد و از مشاهیر معتزله بود ناشناس به دانجا رفت و دا بابک را بدید و با او سخن گفت پیداست که حول و وحشت خلیفه نسبت به بابک تا چه بود که تا هنگام صبح طاقت نیاورد و او نیز متنکروار ناشناس به سرای افشین رفت و هم در شب بابک را بدید گویی بغداد نمیتوانست باور کند پهلوان دلیری که سالها او را تهدید میکرد اکنون در آنجا به اسارت به سر میبرد فرجام بابک دیگر روز معتصم برنشست و مردم از دروازه عامه تا متیره صف کشیدند معتصم میخواست تا مردم بابک را به رسوایی و خاری ببینند از کسان خیش پرسید که او را برچه باید نشان گفتند هیچ چیز مناسبتر از فیل نیست بفرمود تا فیلی بیاوردند و بابک را لباس زیبا در پوشیدند و کلاه سمور بر سر نهادند و او را با انبوه مردم بر درگاه امیرالمؤمنین به دارالعامد درآوردند امیرالمؤمنین دشخیم خواست تا دست و پاهای او را ببرد بفرمود تا دشخیم او را که نود نود بود بخوانند و حاجب از باب العام برآمد و نود نود را بخوان چون وی فراز آمد امیرالمؤمنین فرمان داد تا هر دو دست بابک را قطع کند اون سردی و بیپروایی دلیرانه ای که بابک در مواجهه مرگ نشان داد شایسته قهرمان بود گویند چون بابک بر معتصم در آمد برادرش هم به دانجا بود ویدا گفت ای بابک کاری کردی که کس نکرد اکنون صبری کن که دیگری نکرده باشد گفت خواهی دید که چگونه صبر کنم نوشتند که چون یک دستش را بریدند دست دیگر در خون خود زد و در روی خود مالید و همه روی خود را رو از خون خود سرخ کرد معتصم گفت این چه عمل است گفت در این حکمتی است شما هر دو دست و پای من بخواهید برید و گونه روی مردم از خون سرخ باشد خون از روی برود و زرد باشد من روی خیش را از خون خود سرخ کردم تا چون خون از تنم بیرون شود نگویم که رویش از بیم زرد شد باری بابک در دم مرگ نیست این همه شکنجه را به سردی تلقی کرد و هیچ سخن نگفت و دم بر متسم بفرمود تا او را در جانب شرقی بغداد میان دو جسر پل بردار کردند. سرانجام بابک چنین شد اما افشین که بود و فرجام او چه شد افشین افشین را کوشیده هم قهرمان ملی ایران بانمود کنند از تحریقا و توتعه هایی که او بر دستگاه خلافت در نهان انجام میداد با اعجاب و تحسین یاد کردند خیانت آشکاری را که او نسبت به بابک و مازیار کرد از روی مسلحت دانستند در این نکته جای تردید است افشین چلان که از تاریخ زندگی او برمی آید شاهزاده ای جانجوی بود جز جمع ثروت برای کسب قدرت اندیشه ای نداشت میخواست تا به سلطنت خراسان برسد و برای این کار حتی پدر و برادر خود را فدا میکرد میکوشید تا مال و ثروت جمع کند و برای این مقصود به لشکریان خود و حتی به دوستان خود نیز خیانت میورزید برای اینکه به آرزوی شیرین خیش برسد از فدا کردن وجدان خود نیز دریغ نمیکرد عربان را دشمن می داشت و کس در باطن کیش و آین آنان را نپذیرفته بود اما حب خب جاه و عشق مال او را به خدمتگذاری خلیفه عربان مجبور میکرد. به آین دیرین خود وفادار مانده بود اما برای جاه و مال ناچار شد به نام مسلمانی هم کیشان و هم نجادان خود را تعمه تیغ کند اعراب را تحقیر می کرد اما چنان که خود او می گفت برای خاطر عربان به هر کاری که از آن نفرت داشت تندر می داد. حتی برای خاطر آنها روغن دنبه می خورد و بر شطور سوار می شد و نعلین می پوشید. دشمنی او با آل تاهر از آن رو بود که به خراسان چشم داشت و بر امیران آن رشک می بود. دوستی او با مازیار دسیسه ای بر ضد آل تاهر بود و سرانجام به خودعه مازیار را قربانی این دوستی کرد. ها و توطعه هایی که بر ضد خلیفه می کرد بیشتر از سرچشمه بیم و طمع آب می خورد. در کوشش ها و مبارزه های خود هرگز به ایرانیان و به کیش و فرهنگ مجوسان نمی اندیشید. از تعمل در تاریخ مدارک و شواهد ارزنده برای این دعوی می یافت. یافت. ولایت اشروسنه که نیاکان افشین در آن حکومت را به میراث داشتن در ماورا و نهر بین سیون و سمرقند واقع بود از مشرق به فرقانه و از مغرب به سمرقند محدود می شد. در شمال آن چاچ و قسمتی از فرقانه و در جنوبش کش و چغانیان قرار داشت. این سرزمین به واسطه وفور آب و وجود معادن آبادان و توانگر بود و گفتند که در آن چهار قلعه وجود داشت. یعقوبی نوشته است که پس از فتح بلاد شرق اعراب مزری و یمانی در تمام بلاد خراسان مسکن گرفته بودند جز در اشروسنه که در آنجا مردم اعراب را از مجاورت خیش منع می کردند. باری شهر بزرگ اشروسنه را بلسان میگفتند و از جمله شهرهایش بونجیکت و سامات و رامین و دارک و خراقانه بود. فرمان روایان آن ولایت که افشین لقب عمومی آنها بود، در شهر بنژیک مقر داشتند آین آنان ظاهرا سمنی یا مانوی بود سمنی ها ظاهرا بر آین بودا بودند و مثل اعراب جاهلی صورتهایی را می ساختند و می پرستیدند و در نماز روی به بطان خیش می کردند خردمندان آنها در عبادت نگران آفریدگار بودند و این نقشا و بوتان را قبله خیش می گرفتند اما جاهلان بوتان را در خدایی به آفریدگار انباز می و میپنداشتند. پرستش بوتان وسیله تقرب به خداست. آین مانی نیز در این حدود انتشار یافته بود، اما به هر حال بعضی قرائن نشان میدهد که شاهزادگان اشروسنه مثل برمکیان بلخ آین بودا داشته اند. بوتانی که در خانه افشین یافته اند، تا اندازه ای حکایت از این می کند که وی آین بودپرستی داشته است، و قرائن دیگر که در طی تاریخچه زندگی افشین بدان اشاره خواهد شد نیز این دعوی را تأیید می کند. باری اشروسنه سرزمین افشین ها تا پایان دوره بنی اومی از دست برد تازیان و مسلمانان مسون مانده بود. بر طبق قول بلازوری در ایام مروان ابن محمد آخرین خلیفه عموی والی خراسان که نصر ابن سیار نام داشت در اشروسنه قضا کرد اما کاری از پیش نبرد خلفای بنی عباس نیز تا زمان معمون بر آنجا دست نیافتند چون معمون به خلافت رسید در سند به قضا پرداخت افشین اشروسنر که کاووس نام داشت نیز به فضل ابن سهل زر وزیر و کاتب معمون نامه کرد و از وی صلح درخواست و مالی پذیرفت تا مسلمانان در بلاد او قضا نکنند این خواهش او پذیرفته آمد اما چون معمون خراسان را ترک گفت و آهنگ بغداد کرد کابوس نیز از فرمان سرپیچید و مالی را که برای صلح پذیرفته بود نپرداخت یکی از نزدیکان کابوس که گنجور و وزیر او نیز بود و ترادیس نام داشت دختر خود را به فضل یکی از پسران کابوس تزویج کرده بود و با نفوذ هشمدی که نزد امیر آشروسه داشت هموار فضل را نزد کابوس می و او را بر خیدر پسر دیگر کابوس که به افشین مشهور است برتری مینهاد و می کوشید که خیدر را بنکوهد و در نظر پدر پست و ناچیز جلوه دهد چندی بعد خیدر ابن کابوس که از دروی و بدسگالی ترادیس براشفته شفته بود او را کشت و نزد هاشم ابن محور خوتلی گریخت و از او خواست تا نامه ای به پدرش کابوس نویسد و خورسندی او را از وی درخواست کند کابوس نیز پس از کشته شدن ترادیس زنی به نام ام جنید را تزویج کرده بود و نزد یکی از دهگانان خود گریخته بود چون خیدر ابن کابوس از آشفتگی و نابسامانی وزن اشروسنه آگاه گشت در صدد آن برآمد که به حیله و خیانت حکومت آنجا را که گویا به فضل برادر دیگرش واگذار شده بود به دست آورد از این رو اسلام اختیار کرد و به بغداد رفت در آنجا به طمع حکومت خود را تسلیم خیانت کرد ولی در بغداد نزد معمون رفت و او را به تسخیر اشروسنه برانگیخت بدین گونه سرزمین نیاکان و حتی پدر و برادر خود را به طمع حکومت و امارت به دشمنان فروخت خیدر به معمون نشان داد که فتح اشروسن آسان صورت خواهد گرفت و آنچه را دیگران برای خلیف هولناک جلوه داده بودند او آسان و خارمایه فرانه مود حتی نزدیکترین و کوتاهترین راه را که به اشروسنه می رسید به خلیفه نشان داد و جنایت هایی را که از آن پس به خاطر جاه و مال مرتکب شد از خیانت به وطن و خاندان خیش آغاز کرد معمون احمد ابن عبی خالد احوال را با سپاهی گرام به قضاع اشروسن فرستاد چون کاووس از آمدن سپاه عرب آگاه گشت فضل پسر خود را نزد ترکان فرستاد و از آنان برای دفع عرب مدد خواست اما سردار عرب قبل از آنکه فضل با ترکانی که به یاری او آمده بودن فرار صد بر دروازه اشروسنه فرود آمد کابوس امیر اشروسنه گمان کرده بود که چون عربان نزدیکترین و کوتاهترین راه را که از بیابان میگذشت نمیدانند راهی دور و دراز پیش خواهند گرفت و رسیدن آنها به اشروسنه مدتی طول خواهد کشید اما عربان که راه نزدیک و کوتاه را از خیدربن کابوس آموخته بودند زودتر از آنچه کابوس میپنداشت بر سر او فرود آمدند کابوس که بدین گونه ناگاه به دست آنها افتاد ناچار شد اسلام بپذیرد و به تاعت درآید فصل چون از این خبر آگاه گشت ترکان را در بیابان یله کرد و خود نزد پدر آمد و با او اسلام پذیرفت و زنهار بستد ترکان نیز از تشنگی در بیابان هلاک شدند در خدمت خلیفه آنگاه که کاووس به بغداد نزد مأمون رفت و اسلام خود را اظهار کرد مأمون او را بر بلاد خیش ملک گردانید و بعد از او نیز پسرش خیدر را به جای او گماشت بدین گونه افشین خیدر بن کابوس که پدر و برادر و زادبوم خود را به عربان و دشمنان فروخته بود از آن پس کوشید که در دستگاه خلافت نفوذی و قدرتی به دست آورد این نفوذ قدرت را نیست برای آن میخواست که از جانب خلیفه فرمانروایی خراسان و ماور آن نر به دو سپرده شود برای این کار لازم بود که از هیچ خدمتی به دستگاه خلافت دریغ نکند از این رو کوشید که در دشمنی ایرانیان با سرداران عرب و ترک رقابت ورزد و در این کار نیز تا اندازه زیادی کامیاب گشت اما این کامیابی برای او به قیمت خیانت گران تمام شد افشین سعی کرد خدمت به دستگاه خلافت را وسیله برای کسب ثروت و قدرت قرار دهد از این رو مثل سرداران اسلام در رکاب خلیفه به قضا پرداخت چندی در مصر برای معمون جنگی در قضاء روم نیز خدمت ها عرضه کرد در تمام این خدمتها هدف او آن بود که مهر و علاقه خلیفه را جلب کند و خود را از سرداران دیگر او لایقتر و شایسته تر معرفی نماید میخواست با جلب عنایت خلیفه به آرزوهای دیرین خیش که فرمانروایی خراسان بود برسد اما تاهریان بر خراسان تسلط داشتند و اجرای این خیال را برای او مشکل می کردند خراسان خراسان و سیستان در دست تاهریان بود این خاندان ایرانی نیز برای مال و جاه به خدمت خلفا پیوسته بودند با این حال با تفاخر به نژاد ایرانی خیش میکوشیدند خراسانیان را به خود علاقمند کنند داعیه استقلال داشتند اما استقلالی که آنها میخواستند استقلال حکومت خانوادگی بود میخواستند حکومت خراسان در خاندان آنها موروسی باشد و برای این کار از هیچ گونه اقدام مزایقه نمی کردند. هم به نژاد ایرانی خیش مباهات می کردند و هم به تمدن فرهنگ ایرانی بی بودند هم خود را ایرانی میدانستند و هم با نهزتهای ایرانی در صورتی که قدرت و استقلال آنها را تهدید میکرد مخالفت میورزیدند تاهریان در سیستان مدتها با خوارج مجبور به جنگ شدند خراسان سالها در روزگار حکومت آنها گرفتار فتنه خوارج بود خوارج مدتها بود که در سیستان و خراسان قیام کرده بودند اما ظلم و فشار و عمال تاهریان آنان را بیشتر برمیانگیخت مقارن ظهور بابک عبدالله طاهر که از طرف معمون حکومت خراسان را داشت در دینور بود و لشکر به حرب بابک خرمدین میفرستاد محمد ابن حمید طاهری که از جانب عبدالله در نیشابور بود بسیار ستمها کرد و از راه شاره بعضی بگرفت و اندر سرای خیش درآورد این ستم ها موجب شد که خوارج در یکی از دیه های نیشابور تاختن کردند و تا مردم بسیار بکشتند. عبدالله تاهر خراسان را از خوارج پاک کرد و بسیاری از ایشان بکشت. اما این خونریزی و آدمکشیها ها خراسان و سیستان را تباه کرده بود. هر روز در گوشه ای ستم دیدگان قیام می کردند، اموال طاهریان نیز برای تنبیه و سرکوبی آنها گاه شدت عمل به خرج می دادند و بر مردم زشتی و ناروایی می کردند قهد و مرگ سختی نیز که در سال 220 هجری بر اثر خشک شدن رود هیرمند به وجود آمد سیستان را به آتش کشیده بود و این موجب افزایش نارضایی ها گشته بود رفتار کارداران تاهریان با مردم خراسان چنان ظالمانه و نفرت انگیز بود که امیر خراسان ناچار شد به همه آنها طی نامه ای بنویسد که حجت برگرفتم شما را از خواب بیدار شوید و از خیرگی بیرون آید و صلاح خیش بجویید و با برزگاران ولایت مدارا کنید و کشاورز که ضعیف گردد او را قوت دهید و به جای خیش بازارید که خدای عز ما را از دست های ایشان تعام کرده است و از زبان های ایشان سلام کرده است و بیداد کردن بر ایشان حرام کرده است این نامه نشان می دهد که امال تاهریان چگونه مردم را می دوشیدند. مردم ستم دیده نیست که دست خوش اقراز و احواع ستمکاران واقع می جو سرکشی و شورشگری چاره ای نمی دانستند عمر و حکام هم برای فرونشاندن این شورش ها در عین شدت عمل وحشیانه ای که غالبا به عنوان قاطع ترین حربه به کار می برده اند. به طور موقت چندی از کارداران خیش حجت بر می گرفتند که به قول عبدالله طاهر از خواب بیدار شوند و از خیرگی بیرون آیند اما این کارداران عاملان طماع و ستمکار هرگز نمی‌توانستند از عواید سرشاری که بهره‌ای از آن را نیز به امیر خراسان میدادند دست بشویند با این همه پریشانی و آشفتگی خراسان برای خاندان طاهریان پایگاه حکومت مقتدر و منبع عواید سرشار بود از این رشفین چشم طمعبان دوخته بود شاید او میپنداشت که با امارت خراسان حکومت وسیع و مقتدری در زاد و بوم پدید توان آورد از این جهت برای وصول بدن مقصود از هیچ کوششی فروگذار ننمود <applause> رقابت تاهریان هنگامی که او در آذربایجان به جنگ بابک اشتغال داشت حادثه رخ داد که رقابت پنهانی افشین و عبدالله تاهر را به دشمنی آشکاری تبدیل کرد می افشین قنائم و هدایایی را که در آذربایجان و ارمنستان به دست می آورد به اشروسنه نمی این هدایا ناچار از خراسان قلم رو به حکومت عبدالله می گذشت و امیر خراسان از آن واقف می گشت. عبدالله تاری این خبر را به معتصم فرستاد. معتصم فرمود تا عبدالله صورتی از هدایایی که افشین به اشروسنه می به دست آورد. افشین هرچه مال و خواسته در آذربایجان و ارمنستان به دست می آورد در همیان و دستسارها مینهاد می نهاد و به وسیله کسان و یاران خیش به زاد و بوم پدران خود می فرستاد. هر کدام از گماشتگان او همیانهای های آکنده از زر و سیم برای طاقت خیش برمیان می بستند و از راه خراسان به اشتوسنه می بردند. وقتی که این کاروان های طلا و جواهر به قصد اشروسن از نیشابور میگذشت عبدالله تار بفرمود تا کاروانیان را بگرفتند و آن مالها که در همیانها بر میانشان بود از آنها بستدند پس از آنها پرسید که این مال ها از کجا آورده اید؟ گفتن این مال ها و هدیه ها از آن افشین است. عبدالله تار گفت دروغ میگویید اگر افشین میخواست چندین مال به جایی فرستد به من مینوشت تا بدرقه ای همراه آن کنم. شما دزدانید و این مال هنگفت به دزدی فراز آورده اید بدین گونه عبدالله مال و خواسته افشین را از کسان او بستد و به لشکریان خیش داد سپس به افشین نامه نوشت که این قوم چنین میگویند و من نپندارم که تو چندین مال با اشتوسنه به اشتوسنه فرستی و مرا آگاه نسازی تا نگهبانان به بدرقه همراه آن کنم اینک من آن مال به سپاه خیش تفرقه کردم اگر از آن تو نیست بلشگریان و بندگان خلیفه سزاست و اگر از آن توست چون مالی که باید بلشکر داده شود برسد عوض خواهم داد این واقع کدورتی را که بین افشین و عبدالله تاهر بود قوی تر کرد و این دو رقیب قوی برای از میان بردن یکدیگر به کوشش و ستیزه برخواستند گرفتاری بابک به دست افشین موجب شد که خلیفه نسبت به افشین مهر و عنایت خاصی ابراز دارد چنانکه کسان و نزدیکان خود را از سامر را به پیش باز او فرستاد و او را بسیار بنباخت و تشریف و اکرام بسیار فرمود گویند تاج زرینی آکنده از زمرد سبز و یاقوت سرخ با دو کمربند گرانبها ها به دو هدیه کرد و فرمود تا اتروزی دختر اشناس سردار بزرگ ترک را با پسر افشین که حسن نام داشت عقد ازدواج بندند و در مراسم عروسی تکلف بسیار کردند و افشین را شاعران بسیار ستودند این مایه مهربانی و دوستی خلیفه رشک و کینه تاهریان و سایر رقیبان را که در دربار خلافت نفوذ داشتند طبعا پر میانگیخت بدگمانی خلیفه از این رو برای آنکه خلیفه را به دو کنند بر وی تهمت نهادند که با بابک در نهان سازگاری دارد و از او حمایت می کند معتصم که در حق افشین بد شده بود خواست تا او را بیازماید گفت در باب بابک چه ثواب می بینی؟ مسلحت می بینی که او را بگذاریم چه اون مرد جلدست و قوی داهی؟ و در کارهای جنگ و لشکرکشی نظیر ندارد باشد که ما را خدمت وی فراغی باشد افشین گفت یا امیرالمؤمنین کافری که چندین خون مسلمان با ریخته باشد چرا زنده باید گذاشت معتصم چون این سخن بشنید دانست آنچه به دور اند دروغ است در واقع این نسبت در حق افشین تهمتی بیش نبود افشین که سرکوبی بابک خورمدین را چون وسیلی برای جلب عنایت خلیفه با تحمل سه سال رنج لشکرکشی پذیرفته بود و بابک را با نیرنگ و حیله به چنگ آورده بود و ناجوان مردان اسیر کرده بود ممکن نبود در نهان با او سازشی کرده باشد افشین که به طمع جاه و مال خانواده و ذات و بوم و همه چیز خود را فدای دوستی خلیفه کرده بود از سازش و دوستی با اسیری که در دست او سپرده بود چه چشم امیدی میتوانست داشته باشد تا در نهان با او سازش کرده باشد برای شاهزاده اشروسنه که پدر و برادر و شهر و دیار و کیش و آین خود را در آستانه حب جاه و مال قربانی کرده بود گرفتار کردن بابک دین وسیله پر افتخاری محسوب میشد که او را به آرزوی دیرین خیش یعنی حکومت خراسان و بلاد آن سوی جیهون می رسانید. او اکنون مورد مهر و توجه خاص خلیفه گشته بود و برای وصول به آرزوی دیرین نخیش فقط یک اقدام دیگر در پیش داشت. لازم بود با خود و نیرنگ عبدالله تار را که رقیب خیش می دانست مورد سخت و غضب خلیفه قرار دهد و جای او را بگیرد. لازم بود که سردار تاهری را از نظر معتصم بیاندازد و خود به جای او به امارت خراسان برسد قیام مازیار به او نوید میداد که این مقصود میتواند نایل شود مازیار در قیام مازیار بویه وسطت ملک با اندیشه احیاء دین کوهن توان بود و این اندیشه احیاء دین کوهن وسیله بود که گمان میرفت نیل به مراد را برای وی آسان می تواند نمود در واقع ظلم و بیدادی که از جانب اموال خلفا بر ایرانیان وارد می آمد خود برای ایجاد روح اسیان و تمرد در مردم کفایت می کرد محرومی و نارضایی مردم را همواره آماده سرکشی می نمود و در این میان هر کس بر ضد خلیفه علم تقیان بر مردم آسی و ناراضی بر وی گرد می آمدند. قیام مازیار نیز برای ستم ایرانی که جور و بیداد و خاری بسیار از اموال عرب دیده بودند پیدایش مفری و راه چارجویی را بشارت میداد و از این رو بود که چندی مایه امید مردم گشت در واقع این مازیار پسر قارن به ونداد و هرموزد سپه و زاده تبرستان بود چون پدرش قارن وفات یافت حکومت تبرستان به امویش رسید وی به درگاه معمون رفت و مورد نوازش و عنایت خلیفه قرار گرفت معمون او را محمد نام نهاد و بر اعمال تبرستان و رویان و دماوند والی گردانید پس خلیفه نامهی به اموی وی نوشت و فرمان داد که آن ولایت را به وی تسلیم کند. مازیار آهنگ دیار تبرستان کرد. چون امش از این خبر آگاه گشت سخت در خشم شد. پس با کسان خود از شهر بیرون آمد و چنان فران مود که گفتی به پیشباز مازیار می رود. مازیار را یکی از بندگان پدرش که با او در این سفر همراه بود ترسانید و او را گفت که امویت با چنین وضع و هیئتی فقط برای آن به پیش باز تو آمده است که تو را ناگاه فرو گیرد و تباه کند باید که چون به دو برسی او را از اصحاب خیش جدا و هلاک کنی مازیار چنین کرد و عموی خود را هلاک نمود و تمام قلمرو حکومت نیاکان خیش را در ضبط آورد و به معمون نامه نوشت که چون امم مخالفت کرد حلاکش کردم از این پس مازیار خود را گیل گیلان و اسفهبد بدان و پشت گرشاه نام می نهاد. اما به ظاهر فرمانبردار و خراج گزار خلیفه بود چون تبرستان جزو قلمرو تاهریان که عمرای خراسان بودند محسوب میشد مازیار میبایست خراج خود را به آل تاهر بپردازد در زمان خلافت مأمون و تا چند سال از دوره معتصم نیز چنین کرد. مازیار و تاهریان رفته رفته میان مازیار و آل تاهر وحشت و دشمنی پدید آمد دشمنی و وحشتی که بین یک خراجگزار مطیع اما مغرور و یک خراج ستان و در عین حال منفور وقوع آن اجتناب ناپذیر خواهد بود این وحشت و دشمنی به جایی رسید که مازیار آشکار از فرستادن خراج تبرستان به عبدالله تاهر سر پیچید متصم به دو نامه نوشت که مال خراج را نزد عبدالله تاهر فرستد و او جواب داد که من به عبدالله خراج نخواهم داد لیکن آن را به درگاه خلیفه خواهم فرستاد از آن پس مازیار خراج خیش پیش معتصم میفرستاد و چون آن مال به همدان می رسید معتصم از جانب خود کسی را میفرستاد تا آن را به معتمد عبدالله دهند و به خراسان برند چندین سال بدین گونه گذشت و بین مازیار و عبدالله طاهر دشمنی نیروی گرفت در این میان افشین نیز که با طاهریان دشمنی داشت فرصتی به دست آورد افشین بر اثر فتح آذربایجان و پیروزی بر بابک نزد معتصم پایگاه بلندی یافته بود از اختلاف عبدالله تاهر با مازیار آگاه بود و به ولایت خراسان نیز چشم داشت امیدوار بود که بتواند پس از سرکوبی بابک عنایت خلیفه را جلب کند و جای عبدالله تاهر را در خراسان بگیرد چیزی که در این میان به او امید میداد نگرانی خلیفه از عبدالله تاهر بود در واقع معتصم از عبدالله تاهر رنجش داشت اما برای ازل او از حکومت خراسان در خود اراده و جرأت کافی نمیدید. با این همه افشین گاه به گاه از خلیفه سخنانی میشنید که دلالت بران می کرد که آل تاهر را از خراسان معذول خواهد کرد. در سبب رنجش معتصم از عبدالله تاهر حکایتی نقد کردند. گویند که اندر آن وقت که عبدالله حاجب مأمون بود روزی معتصم با قومی از غلامان خیش به در مأمون آمد بی وقت عبدالله گفت این وقت سلام نیست با چندین غلام معتصم او را گفت تو را با چهارصد غلام شاید که برنشینی مرا با این مایه مردم نشاید نشستن عبدالله گفت اگر من با چهارصد هزار غلام برنشینم تمه اندر آن نکنم که تو با چهار غلام کنی متسم بازگشت و خشم گرفت و چون معمون خبر یافت هر دو را بخواند و آشتی داد بازی افشین بدین گونه افشین که از عبدالله تار نفرت داشت و آرزوی حکومت خراسان را در دل می پرورد کوشید که از فرصت استفاده کند او بر اثر فتح آذربایجان و فتح اموریه عنایت خلیفه را جلب کرده بود و از خشم و نفرت معتصم نیز نسبت به عبدالله تاهر آگاه بود میدانست که مازیار با عبدالله تاهر به دشمنی و جنگجویی برخواهد خواست از این رو اندیشید که خروج مازیار فرصت خوبی برای وصول به آرزوی دیرینهش خواهد بود آرزوی حکومت خراسان و مابرون نهر که برای رسیدن بدان از هیچ کوششی مزایقه نکرده بود از این پس وی مازیار را در نهان به قیام بر ضد عبدالله تاهر تحریک کرد میخواست قیام مازیار نیست مثل نهزت بابک چندان پر دامن و طولانی باشد که عبدالله تاهر را آجز و معیوز کند تا مگر خود او را با سپاه تازه ای برای فرو نشاندن فتنه مازیار گسیل کنند و فرمانروای خراسان را از عبدالله تاهر بگیرند و تسلیم او کنند و گمان داشت که او بدین گونه نه فقط از عبدالله تاهر رقیب دیرین خود انتقام خواهد گرفت بلکه بر خراسان و ماورا و نهر نیز فرمانروایی خواهد یافت باری افشین به این امید نامه به مازیار نوشت و اظهار دوستی کرد و پیغام داد که ولایت خراسان را خلیفه بدو وعده داده است و او را به هر با عبدالله ابن تاهر تشویق نمود و نوشت که وی نزد معتصم از او هواداری خواهد کرد بدین گونه افشین مازیار را قربانی نقشه های جاه طلبانی خیش نمود و او را به نهزت و قیام جهانجویانه بی سرانجامی وادار کرد خروج مازیار درباره حقیقت و هدف نهزت مازیار به دشواری میتوان حکم کرد نه فقط آنچه مورخان در باب او نوشتهاند مبهم و پریشان و با تعصب مسلمانی آمیخته است بلکه در اصل واقعه نیز عوامل مختلف و متناقض به قدری است که قضاوت قطعی را دشوار میکند آین مازیار که برای خاطر آن با عربان و مسلمانان به ستیز برخواست شه بود به درست معلوم نیست اما از روی بعضی قرائن تا اندازه ای به این سوال می پاسخ داد نوشتند که او با افشین بر یک دین بود درباره افشین تردید است که او دین زرتشتی داشته باشد انتشار و رواج مذهب سمنی در حوزه حکومت اجدادی او و یافتن بوتان در خانهش این اندیشه را به ذهن می آورد که آین افشین نوعی از آین سمنی بوده است. اما بودایی و سمنی بودن مازیار چندان محتمل نیست. آین سمنی و بودایی بعید است که در تبرستان و مازندران رایج بوده باشد. اگر مازیار هم فریب افشین میخورد و برای دوستی با او آین سمنی میپذیرفت ممکن نبود در میان مجوسان تبرستان بتواند دوستان و هوادارانی به دست آورد بعضی گفتند که مازیار دین بابک خرم دین بگرفت و جامعه سرخ کرد در باب آین بابک چنانچه پیشتر گفته شد بیشتر بر این عقیده اند که بازمانده آین مزدک بوده است آنچه از متاوی روایات مربوط به مازیار و قیام او برمی آید نیز از نفوذ مبادی مزدکی در فکر او حکایت می کند می که او دهقانان و کشاورزان را فرمود تا مال و خواسته خداوندان خود را تاراج کنند و بر آنها بشورند در این فرمان مازیار نفوذ تعالیم مزدک تا اندازه زیادی جلوه دارد نوشتند که مازیار با بابک مکاتبه میکرد شاید یکی از جهات عدم کامیابی مازیار همین بود زیرا قطعا زرتشتی های تبرستان تمایلات مزدکی و خرمدینی مازیار را نمی پسندیدند. آین مزدکی و خرمی نزد آنان نیز مثل مسلمانان مردود و مطرود شمرده میشد. شد. کوهیار برادر مازیار که به او خیانت ورزید و او را به عربان تسلیم کرد شاید گذشته از حس رشک و جاه طلبی تحت تاثیر تمایلات زرتشتی خیش نیز می بود بعضی معلفان نیز از این فرقه به نام مازیاریه در تبرستان یاد کردهاند و آنها را از خرمیه و سرخ جامگان یعنی پیروان بابک دانستند باری منابع متأخرتر مازیار را به زندقه متهم کرده که نیز نوعی از آین خرمی باید باشد با این همه در پاره از معاخذ نیز نوشتند که مازیار پس از خل اطاعت همان زنار زرتشتی بر میان بست و با مسلمانان جور و استخفاف کرد به نظر میآید که همین رجعت به آئین پیشین است که در بعض منابع به عنوان کفر و ارتداد مازیار تعبیر شده است می توان احتمال داد که در میان یاران و کسان مازیار پیروان هر یک از این فرقه ها وجود داشتند بعید نیست که مازیار برای وصول به مقصود خیش مثل همه جاه طلبان و کامجویان تاریخ به اقتضای وقت هر به چند گاه آین تازه ای پذیرفته است در هر حال آنچه از تاریخ قیام و زندگی او برمی آید کم و بیش این گمان را تأیید می کند که مازیار فقط برای احیاء دین کوهن قیام نکرده است نهزت او با آنکه از رنگ دینی و قومی خالی نیست یک شورش مملکت طلبی بوده است او برای مستقل کردن حکومت خیش بر خلیفه بغداد شوریده است و در راه تأمین آرزوی خود از تمام عوامل دینی و قومی و سیاسی که در دسترس داشته است استفاده کرده است مطالعه و تحقیق در تاریخ نهزت او این دعوی را تایید می کند از این رو در این یادداشت ها از اشاره به آن حوادث هر چند مختصر باشد نمی توان خودداری کرد 224 دشمنی عبدالله که افشین آتش آن را دامن میزد غرور و جاه طلبی مازیار را تحریک کرد و او را به قیام و اسیان بر ضد خلیفه باداشت. داشت مازیار در سال 224 هجری آشکار بر خلیفه بغداد شدید مردم تبرستان را مجبور کرد که با او بیعت کنند کشاورزان را امر کرد بر خداوندان مسلمان خیش بشورند و اموال آنان را به قارت برند وقتی بر اوزا مسلط گشت همه مسلمانان را از کار بر کنار کرد یاران و گماشتگان خود را از مجوسان و گبران برگزید و فرمود مسجدها را ویران کنند و آثار اسلام را محو نمایند سرخواستان عامل او در ساری در این کار بیش از همه جد و حرارت به خرج داد وی به فرمان مازیار بیست هزار کس از مردم ساری و آمل را در هرمزآباد که بر نیمه راه ساری و آمل واقع بود کوچ داد و در آنجا حبس کرد اینا کسانی بودند که با شورش و خروج مازیار مخالفت میورزیدند حبس و بند آنها کار شورش را آسان کرد از آن پس باروی شهرهای ساری و آمل و تمیشه را ویران نمودند سرخواستان ادهی از بزرگزادگان و متنفذان را که متهم به مخالفت بودند به این بهانه که با عربان هم دست و هم داستانند به عنوان اشخاص خطرناک و مزنون تسلیم کشاورزان کرد که به فرمان او آنها را حلال کردند. در این نهزت روح دینی چندان پدیدار نیست رواج قتل و حبس و قارت و تخریب و خونریزی از وجود هرج و مرج حکایت می کند مازیار و کارگزارانش در این ماجره ها بیش از هر چیز به جمع مال پرداختند. می نویسند که او با عجله به جمع خراج پرداخت و خراج یک سال را در دو ماه به زور و فشار از مردم ستاند. کار ظلم و بیداد و استخفاف در این میان به نهایت رسید. در همه ممال کسی را نگذاشت که به معیشت امارت زیاد خود مشغول شوند. الا همه از برای او به قلعه ها و خندق ها زدن و کار گل کردن گرفتار بودند. در چنین نهزدی که بیشتر به یک هرج و مرش باید داشت، خشم و کینه و نفرین مردم طبیعی و اجتناب ناپذیر بود. در نامه شکایت آمیزی که مسلمانان تبرستان در باب خروج مازیار به خلیفه نوشته اند و در تاریخ تبری درد شده است میتوان نگرانی و نارضایتی قربانیان یک هرج و مرج را آشکارا دید آیا مازیار نقشه بزرگتر و خیال های داشت که برای تحقق آنها با چنین عجله و شتاب به قارت اموال مردم می بعید به نظر می رسد. گویا او جز جمع اموال و تحصیل استقلال مقصود دیگری نداشت. از این رو مالهایی را که به زور و بیداد از مردم قارت کرده بود برای تحصیل استقلال فدا می کرد. مینویسند که چون او را دستگیر کردند و به سامه را بردند از معتصم درخواست که از وی مال بسیار بپذیرد و از کشتنش درگذرد اما معتصم قبول نکرد باری شکایت ها و تظلم ها معتصم را واداشت که به سرکوبی مازیار فرمان دهد و عبدالله تاهر نیز به فرمان خلیفه به قل و قمع او میان بست عبدالله اموی خود حسن ابن حسین را با سپاه خراسان به دفع او فرستاد و معتصم نیز محمد ابن ابراهیم ابن معصب را با ادهی از درگاه خلافت گسیل کرد. افشین که با عبدالله تاهر دشمنی و رقابت داشت چنانکه که پیشتر نیز گفته شد به مازیار نامه نوشت و پیام داد که در برابر عبدالله تاهر به و به یاری و هواداری وی امیدوار باشد. در واقع اندیشه افشینان بود که مازیار چندان در مقابل عبدالله مقاومت کند که خلیفه در این مورد نیز مثل فتنه خرمیه مجبور شود او را به دفع مازیار گسیل دارد و حکومت خراسان و ماور آرنر نیز به دو نماید شکست اما عبدالله توانست خیلی زود خود این مهم را از پیش ببرد و سیان مازیار را مثل نقشه های افشین نقش براب کند مازیار برادری داشت نامش کوهیار که نسبت به مازیار رشک می برد و با او کینه می ورزید. وقتی سپاهیان و خراسان به سرکردگی حسن ابن حسین اموی عبدالله تاهر به حدود تبرستان رسیدن کوهیار با حسن مکاتبه کرد و پیام داد که حاضر است مازیار را با آنها تسلیم کند وی به حسن نامه نوشت و پیام داد که در موضعی ای کمین کند آنگاه مازیار را گفت که حسن به زنهار خواستن نزد تو می آید و در فلان موضع است و جایی دیگر را نام برد می خواهد با تو سخن بگوید مازیار برنشست و به جایی که کوهیار موضع حسن گفته بود به دیدار او شتاب کوهیار حسن را آگاه کرد و او با کسان خود سر راه بر مازیار بگرفت مازیار خواست بگریزد کوهیار نگذاشت و اصحاب حسن در او افتادند او را دستگیر کردند و به هیچ عهدی و جنگی اسیر نمودند و به سامر را نزد خلیفه بردند <متصفح> <متصفح> کشف توتعه <متصفح> نوشتند که وقتی مازیار را به سامر را نزد خلیفه می بردند در میان راه او را مست کردند و او در آن بی خودی از ارتباط خود با افشین سخن گفت و اسرار را فاش کرد گویند عبدالله به تا مازیار را از صندوقی که در آن وی را باز داشته بودند برآوردند و به مجلس خود خان و خروارها خربزه پیش او نهاد و با او گفت که امیر پادشاه رحیم است و من شفیع شوم تا از جریمه تو بگذرد مازیار گفت ان الله عذرت خاصه خواسته شود عبدالله را عجب آمد که او در مقام کشتن است به چه تم عذر من میخواهد بفرمود تا خان کشیدند و شراب آوردند و کاسه های گران به دو پیمود تا مست و لایعقل شد عبدالله از او پرسید که امروز به لفظ شما رفت که عذر تو بخواهم اگر مرا بر کیفیت آن مستحضر گردانی نشاط افسونتر خواهد گشت مازیار گفت روزی چند دیگر تو را معلوم گردد عبدالله به تفتیش آن الهاه نمود و سوگند داد مازیار سرپوش از سر خود برداشت و گفت من و افشین خیدر ابن کابوس با یکدیگر از دیر باز عهد کردم که دولت عرب بستانیم و به خاندان کس را نقل کنیم پری روز در فلان محل قاصد افشین رسید و پیغام رسانید که در فلان روز معتصم را با فرزندان به مهمانی به خانه خود میبرم و حلاک میکنم عبدالله او را شراب بیشتر داد تا مست و لایعقل شد بفرمود تا او را به همان موضع بردن که بود و احوال او را در حال نزد معتصم خلیفه بنوشت ظاهران است که در این روایت نام عبدالله تاهر به جای حسن ابن حسین باشد در صحت این روایت جای تردید هست اما شک نیست که گرفتاری مازیار بهانه ای برای فرو گرفتن و برانداختن افشین نیز به دست تاهریان و دشمنان دیگر او داده است باری مازیار به دست کسان عبدالله طاهر گرفتار آمد نهزت او فرو نشست و خیالهای افشین نقش براب گردید جا و حشمت افشین در بغداد مخالفان او را خیره کرده بود مقام و منزلتی که نزد خلیفه به دست آورده بود رشک و حسادت در درباریان خلافت را تحریک می کرد بی او نسبت به بعضی از نزدیکان دربار خلیفه و کوشش هایی که برای کسب قدرت و استقلال می کرد مخالفانش را به دشمنی آشکار برزد بر ضد او برمی انگیر. دشمنان افشین دربار متسم در این هنگام کانون توتعه و دسیسه بود دستایی مختلف تشکیل شده بود و هر سعی می کرد خلیفه را به سوی خود جلب کند محمد ابن عبدالملک زیاد و احمد ابن قاضی هر کدام میکوشیدند قدرت و نفوذ خود را بیشتر توسعه دهند عمراء ترک مثل اشناس و بقا و سرداران عرب مانند عبیدولف عجلی هر یک سعی داشتند برای خود تفوق و برتری کسب نمایند در میان این رقابت ها و اختلاف ها افشین مورد عنایت خلیفه واقع شده بود و ناچار حسادت کینجویان را تحریک می کرد. رفتار جسارت و مقرورانه او گا این حسادت را به نفرت تبدیل می نمود. عبودالف قاسم ابن ایسا عجلی زیرنویس عبودالف قاسم ابن ایسا ادریس ابن معقل عجلی نخوص از یاران محمد امین بود با علی ابن ایسا ماهان به حرب به ابن الحسین رفت و چون علی ابن ایسا کشته شد بی به همدان بازگشت تاهر به دو نامه نوشت و از او درخواست که با معمون بیعت کند نپذیرفت و گفت من بیعتی برگردن دارم که برای فسخ آن راهی نمی بینم اما بر جای خیش می مانم و با هیچ یک از دو دسته نخواهم بود تاهر از او پذیرفت و او در کرج اقامت جست چون معمون به ری آمد کس نزد او فرستاد و او را بخواند و اکرام کرد و بنواخت پس حکومت کردان به دوداد داد و احفاد او به ارث حکومت آنجا را داشتند وی از سرداران معمون و معتصم از دلاوران و جوانمردان عرب است گفتند که خود شعر می گفت و بعضی از شاعران نیز از جمله ابو تمام تایی او را ستوده اما احمد ابن از اعمه معتزله بود و در دوری معمون منصب قضا داشت نفوذ او در نزد معمون و معتزم باعث شد که معتزله بر جمیع امور متصل گشتند و مسئله مهنه و ماجرای عقیده به خلق قرآن پیش آمد از عصبیت و مروت این احمد ابن عبی نیز داستانها نقل کردند کوشش او برای رهانیدن عبودالف قاسم از دست افشین و چارجویی وی برای رهانیدن محمد ابن جهم برمکی از سخط معتصم از آن جمله است. قدرت و نفوذ او در نزد معمون و معتصم فوقالعاده بوده است. در باب عبودالف احمد و احوال آنها رجوع شود به کتب مشهور تاریخ و رجال مانند یعقوبی و تبری و ابن خلکان و در باب معتزله رجوع شود به نیرنبرگ در دائرت المعارف اسلام جلد سه و تحقیقات گلزیهر در محمد نشستگین و المعتزله تعلیف حسن جارالله مصر 1947 دنبالی مد عبودالف قاسم ابن ایسا اجلی که پیش از آن از یاران محمد امین بود و بعدها نزد معمون تقرب و مکانت یافت و از ناموران عرب بحثوب می شود و به واسطه فضل و سخا و شجاعت و ذوق خود در دربار معتصم محبوب بود در زمان معتصم که افشین ولایت جبل داشت عبودالف از جانب او در بلاد دیلم قضا می کرد در جنگ بابک نیز با او در آذربایجان بود دلاوری هایی که در جنگ ها نشان میداد او را منظور نظر خلیفه قرار داده بود اما افشین پیشرفت های او را به دیده رشک می نگریست و برای برانداختن و تباه کردن او نقشه ها و نیرنگ ها به کار می برد بارها از معتصم درخواسته بود که به حکم خدمت های پسندیده که کرده است دست او را بر عبودالف گشاده کند تا نعمت و ولایتش بستاند و بالاخره معتصم با آنکه میدانست ادابت و عصبیت میان ایشان تا کدام جایگاه است این خواهش را پذیرفته بود احمد ابن بودلف را خلیفه به افشین وا گذاشته بود افشین نیز در صدد حلاک بودولف بود اما احمد ابن که قاضی القضات بغداد بود فرا رسید و بودلف را از چنگ وی رهانی کوششی که احمد ابن عبیدواد برای رهانی عبودالف کرد در قالب منابع ذکر شده است. اما روایتی که در تاریخ بیحقی از قول خود احمد آمده است جالب تر است و به نظر می آید که نقل آن در اینجا خالی از فایدتی نباشد. احمد می گوید که من چون از معتصمی خبر که بودالف را به افشین تسلیم کرده اند بشنیدم برای استخلاص عبیدولف با تنی چند از کسان و یاران خیش آهنگ خانه افشین کردم چون به دهلیز در سرای افشین رسیدم حجاب و مرتبه داران وی به جمله پیش من دویدند و مرا به سرای فرود آوردند و پرده برداشتند و من قوم خیش را مثال دادم تا در دهلیز بنشینند و گوش به او از من دارند چون میان سرای برسیدم یافتم افشین را بر گوشه یه صدر نشسته و نه ای پیش وی فرو صفه باز کشیده بود و بودلف به شلواری و چشم بسته آنجا بنشانده و سیاف شمشیر برهنه به دستی ایستاده و افشین با بودلف در مناظره و سیاف منتظر آنکه بگوید ده تا سرش بیاندازد گفتم یا امیر خدای مرا فدای کند من از بحر قاسم ایسا را آمدم تا بار خدایی کنی و وی را به من بخشی به خشم و استخفاف گفت نبخشیدم و نبخشم که وی را امیر به من داده است و دوست سوگند خورده است که در باب وی سخن نگوید تا هرچه خواهم کنم که روزگار دراز است تا من اندر این آرزو بودم برخواستم و سرش را بوسیدم و بیقراری کردم و سود نداشت بار دیگر کتفش بوسه دادم و بدید که آهنگ زانو دارم که ببوسم. به مرا گفت تا کی از این خواهد بود به خدا اگر هزار بار زمین را ببوسی هیچ سود ندارد و اجابت نیابی پس گفتم ای امیر مرا از آزاد مرد آنچه آمد گفتم و کردم و تو حرمت من نگاه نداشتی و دانی که خلیفه و همه بندگان حضرت وی چه آنان که از تو بزرگترند و چه از تو خردترند مرا حرمت دارند و به مشتق و مغرب سخن من روان است و سپاس خدای عزوجل که تو را از این منت در گردن من حاصل نشد و حدیث من گذشت پیغام امیرالمؤمنین بشنو میفرماید که قاسم اجلی را مکش و تعرض مکن و همکدون به خانه باز فرست که دست تو از وی کوتاه هست و اگر او را بکشی تو را بدل وی قصاص کنم چون افشین این بشنید لرزه بر اندام او افتاد و دست و پای بمرد و گفت این پیغام خداوند به حقیقت میگذاری؟ گفتم آری هرگز شنیده ای که فرمانهای او را برگردانیده پس گفتم ای قاسم گفت لب بیک گفتم تندرست هستی؟ گفت هستم گفتم هیچ جراحت داری؟ گفت ندارم کسهای خود را نیز گفتم گواه باشی تندرست است و سلامت است. گفتند گواهیم و به خشم بازگشتم و همه راه با خود می گفتم کشتن آن را محکم تر کردم که اکنون افشین بر اثر من در رسد امیرالمؤمنین گوید من این پیغام ندادم و بازگردد و قاسم را بکشد چون به خادم رسیدم مرا بار خواست و در رفتم و بنشستم امیرالمؤمنین چون مرا دید بر آن حال گفت قصه برگوی آغاز کردم و آنچه رفته بود به شهر باز گفتم چون به آنجا رسیدم که بوسه بر سر افشین دادم افشین را دیدم که از در درآمد با کمر و کلا من بفسردم و سخن را ببریدم چون افشین بنشست به خشم امیرالمؤمنین را گفت خداوند دوش دست من بر قاسم گشاده کردم روز این پیغام درست هست که احمد آورد که او را نباید کشت متسم گفت پیغام من است و کی تا کی شنیده بودی که بو عبدالله از ما و پدران ما پیغام میگذارد به کسی و نراست باشد اگر ما دوش پس از الها که کردی تو را اجابت کردیم در باب قاسم به باید دانست که آن مرد چاکر زاده خاندان ماست خردان بودی که او را بخواندی و به جان بروی وی منت نهادی و او را به خوبی و با خلعت باز خانه فرستادی و آنگاه آزرده کرد بو عبدالله از همه زشتر بود ولکن هر کسی با آنچه به دیشان رسیده است از شمشیر و نیزه ایشان باز کرد و پس از این هوشیارتر و خیشتن دارتر باش بدین گونه احمد ابن توانست ابو قاسم ابن ایسا اجلی را از چنگ افشین برهاند اما سرگردانی و بی اعتنایی قرورامیزی که افشین در این ماجرا نسبت به او نشان داد موجب کدورت وی گشت و چنان که در محاکمه افشین خواهد آمد این بی افشین برای او گران تمام شد زیرا این پیشوای معتزلی نزد معتصم خلیفه نفوذ فوقالعاده داشت و ای سرانجام معتصم را بران داشت که جاه و مقام افشین را بکاهد و از قدرت او برحضر باشد گویند به اشاری او بود که معتصم سپاه را به دو دسته کرد نیمی را به افشین و نیمی را به اشناس داد افشین از این باب دلتنگ شد و کینه احمد و معتصم را به دل گرفت احمد با نفوذ و قدرتی که نزد معتصم داشت توانست افشین را از نظر خلیفه بیندازد حکایتی که روزی احمد با معتصم گفت که ابو جعفر منصور با یکی از نزدیکان خیش در باب ابو مسلم رای خواست گفت لو کان فیها آله تن الله لفسدتا منصور گفت بس کن و سپس ابو مسلم را کشت معتصم گفت تو نیز بس کن و پس از آن در صدد کشتن افشین برآمد از این قرار پیداست که احمد ابن ابی و شاید متعصبان عرب در قتل افشین سعایت و تحریک کردند گذشته از احمد ابن ابی محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر معتصم و هواخواهان و دوستان عبدالله تاهر نیز نسبت به افشین رقابت و اداوت میورزیدن اتفاقا حادثه منکجور و ماجرای مازیار که در این میان رخ داد به نفع آنان تمام شد و خلیفه را نسبت به افشین بدگمان کرد در آذربایجان داستان اسیان منکجور بدین گونه بود که چون افشین از کار بابک بپرداخت و به سامر را بازگشت بر آذربایجان که جزء قلم رو به حکومتش بود منکجور نامی را که از نزدیکان خود او بود بگماشت منکجور در یکی از قریه های آن سرزمین که به بابک تعلق داشته بود مال بسیار یافت ولی کن این خبر را از معتصم پوشیده داشت صاحب برید آذربایجان ای به خلیفه نوشت و او را از این حدیث واقف کرد اما منکجور در طی نامه ای این خبر را انکار کرد و گوینده را تکذیب نمود میان آنان مناظره و گفتگو در افتاد منکجور بران شد که صاحب برید را بکشد مردم اردبیل مانع شدند و رها نکردند که صاحب برید را هلاک کند. منکجور با آنان جنگ کرد این خبر به معتصم رسید افشین را فرمود که منگجور را معزول کند و دیگری را به جای او فرستد مینویسن منگجور از مردم فرغانه و برادر زن افشین بود و خروج او بر ضد خلیفه به تحریک افشین انجام گرفت مطابق بعضی روایات یاران بابک نیز در این ماجرا بر او گرد آمدند و او محمد ابن عبدالله رسانی و عدهای از هواخواهان خلیفه را کشت وقتی متسم به افشین گفت که منگجو را معزول کند و دیگری را به جای او بفرستد افشین ابیساج دیوداد را که نیز از نزدیکان و کسان خود او بود با سبای گران به آذربایجان گسیل کرد زیرنویس این ابولساج دیوداد در جنگ بابک نیز افشین را یاری کرده بود و از خیشان و پیوندان او بود بعدها به خدمت خلفا پیوست و متصدی اعمال گوناگون شد فرزندان او نیز در آذربایجان حکومتی تشکیل دادند راجع به احوال آنها رجوع کنید به دو فرمری مموار سور ل دو ساجر. در ژورنال از باتیک 1847 و همچنین به تبری و ابن اسیر و مرکز مشهور دیگر خاص دائره المعارف اسلام دنبالی مد در واقع این سپاه رو افشین در ظاهر برای جنگ با منگجور فرستاده بود اما در نهان آن را به یاری و هواداری منگجور فرمان داده بود از این رو معتصم بقا سردار ترک را به هر به منگجور فرستاد و چون منگجور این خبر بدانست یک سر از فرمان خلیفه سر و سالوکان و رهزنان را با خیشتن هم دست کرد و از اردبیل بیرون آمد سردار خلیفه او را شکست داد و او به یکی از قلعه های بابک رفت و آن را امارت کرد و پناه گزید چندی در آنجا مقابل بقا در ایستاد سرانجام یارانش او را دستگیر کردند و به سردار خلیفه تسلیم نمودند بعضی گفتند که او خود به زینهار بقا رفت در هر حال منکجور را به سامر را بردند و معتصم او را حبس فرمود در همین اوان حادثه قیام مازیار نیز پایان یافت و افشین در این هر دو ماجرا متهم گردید سقوط افشین بدین جهت قبل از ورود مازیار به سامردا افشین نیست که مورد تهمت و بدگمانی بد واقع شده بود بازداشت شد و دشمنانش توانستند او را از میان بردارند و هلاک کنند بدین گونه چند روزی پیش از آن که مازیار را به سامر را آورند افشین را توقیف کردند کسی که از دین و دوستی و آزادگی و حتی از زاد و بوم نیاکان خیش در راه خلیفه گذشته بود اکنون در وضعی قرار گرفته بود که میبایست به خلیفه یعنی به آرزوها و امیدهایی که سالها در دل میپرورد خیانت کند برای افشین که سرزمین پدران خود را با پدر و برادر به خلیفه تسلیم کرده بود و بابک و مازیار را به خاطر رضای خلیفه خائنانه به سوی دار کشانیده بود خلیفه تنها تکیگاه و استواری بود که وی میتوانست امیدهای فریبند و گذرنده خود را به دو ببندد اما حوادث امیدهای او را نقش وراب کرده بود اسیان منکجور که به دست رو او و برای فریب و اقفال خلیفه تهیه شده بود با کوشش ها و دلاوری های ترکان و معتصم سرکوب گشته بود قیام مازیار کفشین با نویدها و بده های امید بخش آن را تأیید و تشویق میکرد. به دست تاهریان دشمنان افشین فرو نشسته بود در دستگاه خلافت نیز همه چیز به زیان او میگردید سرداران ترک مانند اشناس و ایتاخ رفته رفته او را پیش میافتادند و در خلیف نفوذ و تأثیر بیشتری میافتند احمد ابن عبیدوات هر روز ذهن خلیفه را نسبت به این سردار خودخواه هنگامجو تیره و بدبین تر یاران عبدالله تاهر نیز برای برانداختن این دشمن دیرین از هیچ گونه کوشش دریغ نداشتند بدین گونه وضع دربار خلافت به زیان او آشکارا تغییر یافته بود ترس و بدگمانی در روح او خشم و نومیدی برمیانگیخت و خلیفه نیز در حق این دوست و خدمتگزار خویش بدبین گشته بود چاره ای نبود افشین آشکارا میدید که رأی معتصم در حق او دگرگون گشته است میدانست که نفوذ و قدرت رقیبان و دشمنانش دیگر پس از این به او مجال خود نمایی نخواهد داد میفهمید که با این همه توطعه و رقابت دیگر در دربار خلیفه برای او جای امنی نخواهد بود ترسید و در صدد برامد که خود را از محیط طوفان دور کند چاره جز فرار نداشت در جستجوی فرار نخست مشکایی بسیار آماده کرد تا با آنها از آب بگذرد لازم بود معتصم و کسانش را سرگرم و مشغول دارد تا با این مشکا بتواند از آب بگذرد و راه موسل را در پیش گیرد آنگاه زاب را گذاره کند و از راه ارمن به بلاد خزر رود زیرنویس در باب قوم خزر و معخذ احوال آنها رجوع شود به حدود العالم ترجمه و شرح مینورسکی صفحه 450 460 و همچنین دایره المعارف اسلام جلد دو مقاله بارتولد قوم خزر ترک زبان بودند و ظاهرا از آسیای میانه آمدند و در حدود بابل افباب در بند ترکستان سکونت داشتند از جهت تمدن فرهنگ هم آثار از آنها باقی نمانده است در عهد خلفا مکرر به سبب مجاورت با مسلمین به بلاد اسلام تاخت و تاز کردهاند. در باب مذهب و آرای آنها آنچه محقق است این است که از نوع عقاید سمنی بوده است در باب است قوم خزر بعضی گفتم که از یهود بوده و در این باب دانلوب کتابی هم دارد به این عنوان The History of Jewish Khazars که آن را جرارد کلسون در مجله انجمن سلطنتی آسیا JRAS جزء یک و دو سال 1956 مورد بحث و نقد قرار داده است دنبالی مد شاید از این را می توانست هم خود را از خطر برهاند و هم به سرزمین نیاکان خیش که روزی در طمع جاه و مال استقلال آن را از دست داده بود دگر باره دست یابد مال و خواسته بسیار نیست که برای به دست آوردن ولایت لازم بود از پیش نزد کسان خود فرستاده بود اما این کار در گره و حوادث بود و از قضا حوادثی که مساعد این کار باشد رخ نداد از این رو افشین نتوانست با این نقش خود را آسوده از محیط خطر برهاند و ناچار شد چاره خطرناکتری بیندیشد این دفعه زهری جانگزا آماده کرد و بران شد که خوردنی بسازد و معتصم را با یارانش بخواند و زهر بخوراند مگر بدین وسیله خود را از خطری که بر فراز سرش در پرواز است برهاند اندیشیده بود که اگر خلیفه خود دعوت او را اجابت نکند باری از او دستوری گیرد که اشناس و ایتاخ دیگر ترکان خلیفه را بخواند پس آنان را تعام دهد و زهر چشاند تا چون از خانه به خانه خیش باز گردند هلاک شوند و نتوانند او را دنبال کنند به روایت دیگر میخواست خلیفه و سردارنش را به خانه خیش بخواند و همه را همانجا بکشد آنگاه چون شب آغاز شود از شهر بیرون آید و با آن مشکا از رود بگذرد اگر این نقشه انجام میشد شاید میتوانست از راه خزر به اشروسنه برود و مردم خزر را بر مسلمانان بشوراند و فتنه و تقیانی بر ضد خلیفه پدید آورد اما این توطعه نیست در نگرفت و خودعه امیرزاده اشروسنه آشکار گشت آغاز توطعه سرهنگان افشین در همین هنگام که سردار اشروسنه بر ضد خلیفه نقشه میکشید از کار او واقف بودند نوشتند که آنها نیز مثل سران دیگر بر درگاه معتصم نوبت نگهبانی داشتند. در این میان گفتگویی بین بیژن اشروسنی با یکی از نزدیکان افشین رخ داد که راز نهان را فاش کرد بیژن گفته بود که این کاری که افشین در پیش دارد گمان نمی کنم به از پیش ببرد این مرد سخن بیژن را به افشین برد و افشین در حق بیژن بدگمان شد و در صدد حلاک او برآمد بیژن بود که به وسیله یکی از یاران خیش از اندیشه افشین در حق خداگاه گشت به ترسید و شب هنگام به سرای خلیفه رفت و او را از توطعه امیرزاده اشتوسن بیاگاهانید در این هنگام نامه عبدالله طاهر به خلیفه رسید و معلوم شد که مازیار نیز دستگیر شده است مازیار هم که افشین با او ارتباط داشت این راز را نزد عبدالله تاهر فاش کرده بود و شاید در این نامه عبدالله تاهر نیست بدین خود افشین اشارتی رفته بود در هر حال معتصم از توته افشین که بر ضد خلافت تشکیل شده بود اطلاع داشت سردار اشروسن مهمانی ای کرده و خلیفه را با پسرانش هارون و جعفر خوانده بود که به خانه او روند خلیفه گفته بود که ایشان نتوانند آمد اما من خود بیایم با پنجاه سوار از کسان و معتمدان خیش برنشست و به خانه افشین رفت افشین سرای خود را آراسته بود و صد تن از زنگیان و هندوان خیش را پنهان کرده بود تا چون اشارت کند از کمین برایند و خلیفه را هلاک کنند چون معتصم به در سرای افشین رسید انان در کشید و پرسید فلان و فلان کجایند آنگاه کسان و نزدیکان را یک یک به درون فرستاد و خود همچنان بیرون ایستاد هندوانی را که از آنها در دهلیس پنهان بودند عدسه گرفت متسم که پیش از وقت به وسیله بیژن اشروسنی از این سوء قصد آگاه شده بود دست در ریش افشین زد و آواز داد که قارت قارت کسان معتصم افشین را دستگیر کردند و به زنجیر بستند سرای او را آتش زدند و کسان او را اسیر گرفتند خلیفه سردار اشروسنه را که آن همه خدمت شایان به او کرده بود از ریاست حرس معذول کرد و به زندان فرستاد روایت دیگر نیز در این باب هست. گفتن گفتند که بیژن اشروسنی نزد معتصم رفت و او را از قصدی که افشین کرده بود بیاگاهانید معتصم افشین را بخواند و در کوش که خیش بازداشت و سپس به محکمه فرستاد بدین گونه بود که شاهزاده جهانجوی اشروسنب را فرو گرفتند و به زندان بردند محاکمه افشین پس از آن افشین را به محاکمه کشیدند محکمه که از احمد ابن عبیدوات قاضی و محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر و چند تن از درباریان معتصم تشکیل شده بود در کار او بازجستن آغاز کرد اما اتهام او خیانت به خلیفه نبود بلکه او متهم بدین بود که هنوز آیین نیاکان دارد و با آنکه به ظاهر اسلام آورده است در دل به آین دیرین خیش باقی مانده است ادهی از مردم سو و همکیشان سابق او را برای شهادت حاضر آورده بودند. این محاکمه چون که بعضی از محققان گفتند و درست هم هست وضع دربار خلافت را روشن می کند و نشان می دهد که آین شمنان در آن زمان هنوز همچنان رواج داشته است و مخصوصا در مشرق به کلی آزاد بوده است و کسی از انتشار آن منع نمی کرده است و حتی آمه مردم ایران اگرچه به نام و به ظاهر مسلمان بوده اند باز غالبا به آین دیرین خود علاقه داشته اند و هر زمان که فرصت و مجال می اند در ترک آین مسلمانی و بازگشت به کیش دیرین خیش تردید نمی کردند. دادستان این محاکمه محمد ابن عبدالملک زیاد بود و کسانی که برای مواجهه با افشین احضار شده بودند عبارت از مازیار شاهزاده تبرستان و مرزبان ابن ترکش یا ترکش از عمراء سقد بودند و نیز دو تن از مردم سقد و موبدی برای شهادت بر ضد افشین در آن محکمه حضور داشتند تبری و دیگران جریان محاکمه را به تفصیل ذکر کردهاند می که در این داوری نخست دو مرد را که از اهل سوغد بودند پیش آوردند آنها جامعه جنده و پاره بر داشتند چون جامعه از تن برگرفتند گوشت بر استخانشان نمانده بود این زیاد وزیر که ریاست محکمه را بر عهده داشت پرسید این دو مرد را می شناسی؟ افشین پاسخ داد آری این تن در اشروسن مسجدی ساختند یکی معظم بود آن دیگری امام مسجد من هر کدام را هزار تازیانه زدم زیرا میان من با پادشاهان سخت پیمانی رفته بود که هر قوم را رها کنم تا بر دین خیش باشند این دو مرد بر بتکده تاختند و بتخانه را مسجد کردند من آنها را چون از حد خیش تجاوز کرده بودند و پیمان شکسته بودند هزار تازیانه زدم وزیر پرسید آن کتاب که به دیوا و زر و جواهر آراسته ای و در آن سخنان کفرآمیز هست چیست و چرا داری پاسخ داد که آن کتابی است که از پدر من به من رسیده است در آن هم سخنان عبرتانگیز حکیمان عجم هست و هم گفته های کفرآمیز گذشتگان من از سخنان حکمت آمیز آن بهره میگیرم و گفته های را ترک میکنم من این کتاب را که از پدر من به میراث رسیده بود و زیورها آراسته یافتم نیازی نداشتم که آن پیرایه ها را از آن برگیرم و آن را همچنان که بود نگه داشتم در سرای تو نیز کتاب کلیله و دمنه و کتاب مزدک هست و من نمیپندارم که داشتن این کتاب ها ما را از شمار مسلمانان بیرون تواند آورد زیرنویس در ارتباط با نام مزدک نام این کتاب در یک قطعه از اسمایی که در حضب برامک گفته است نیز ذکر شده و بعضی به استناد روایت جاهز در البیان و تبیین آن را مروک خانده اند. این احتمال ظاهرا بعید است لیکن طبق قول حمزه اسفانی و معلف مجهول مجمل و تباریف که این گونه روایت را رو از همزه نقل می کند مروک در عهد اشکانیان باید تعلیف شده باشد. مانعی ندارد که کلمه مروک، مصحف و محرف مجدک به معنای بشارت باشد که برای تصمیه کتاب دینی مناسبت داشته است دنبالی مد آنگاه موبد را پیش آوردند موبد گفت که این مرد گوشت جانور مرده را که خفه کرده باشند میخورد و مرا نیز به خوردن آن وا می داشت و می که آن گوشت از گوشت جانوری که سرش ببرند تازه تر باشد. موبد این نکته را نیز افزود که وی هر روز چهارشنبه گوسفندی سیاه خفه میکرد و میکشت و سپس شمشیر بر میانش میزد و از میان دونیمه آن راه میرفت و گوشت و او میخورد و نیز این تهمت رو بفشی نهاد که روزی به من گفته است که من برای این عربان هر چرا که از آن نفرت داشتم کردم تا آنجا که روغن دنبه خوردم و بر شطر سوار شدم و نعلین برپایی کردم جز آنکه که تا کنون موی از تنم کم نشده است یعنی نه موی به آهک سترده و نه خط نشده ام افشیم روی به حاضران کرد و پرسید که به من بگویید آیا این مرد که چنین سخنان میگوید نزد شما در دین خود در خوره اعتماد تواند بود این مرد موبد مجوس بود و ندیمی متوکل برادر خلیفه اختیار کرد و خود را مسلمان فرانه بود آیا به دینداری او اعتماد دارید؟ گفتم نه گفت چرا شهادت کسی را که به دین او اعتماد ندارید میپذیرید؟ آنگاه افشین روی به موبت کرد و پرسید آیا میان خانه من و خانه تو دری یا روزنی هرگز بوده؟ گفت نه پرسید مگر نه تو را من به خانه خیشتم بردم و راز خود با تو در میان نهادم و تو را از دوستی و علاقه ای که به عجم دارم آگاه کردم آیا چنین نبود؟ موبت گفت همچنین بود که تو میگویی افشین گفت در این صورت تو نه در دین خود شایسته اعتمادی و نه در عهد و پیمان دوستی وفادار و پابرجا چه راز را که من دوستانو به تو سپرده بودم ناجوان مردان ملا کردی آنگاه مرزبان ابن ترکش پیش آمد و از افشین پرسید که این مرد را میشناسی؟ گفت نه مرزبان را گفتن تو این شخص را میشناسی؟ گفت آری این افشین است افشین را گفتن این مرزبان است پس مرزبان روی به افشین کرد و گفت ای لگر نیرم گو افسون چند به کار داری افشین گفت ای درازی شنادن چه میگویی گفت مردم کشورت نامه چگونه به تو مینویسند گفت همچنان که به پدرم و جدم مینوشتند پرسید به آنها چگونه مینوشتند افشین گفت نگویم مرزبان گفت مگر آنها در نامه های خود به زبان و به تو چنین و چنان نمینوشتند گفت چرا پرسید آیا معنی آن سخنان این نیست که به خدای خدایان از بنده او فلان ابن فلان گفت چرا معنی آن همین است محمد ابن عبدالملک زیاد روی بفشین کرد و گفت آیا مسلمانان هرگز احتمال کنند که درباره آنها این گونه سخنان گفته شود پس برای فرعون که گفت من پروردگار شمایم چه باقی گذاشته ای؟ پاسخ داد مردم پدرم و جدم و نیز مرا قبل از آن که اسلام آوردم بدین گونه خطاب می کردم. چون اسلام اختیار کردم مسلحت ندیدم که خود را از پدران خیشتن فروتر نهم تا فرمان برداری آنها در حق من زایع و تباه نگردد و از فرمانم سرپیچی نکنند از حق ابن ابراهیم ابن معصب صاحب شرطه بود گفت وی حک ای خیدر تو چگونه به خدا سوگند خوری و ما ترا را مسلمان شماریم و تو خود آن چرا که فرعون مدعی بود دعوی همی کنی پاسخ داد این سوره را عجیف زیرنویس عجیف ابن انصب مقصود است که از سرداران معمون بود و پس از علی ابن هشام ریاست حرس را به او دادند دنبالی مات این سوره را عجیف بر علی ابن هشام خان و تو بر من میخوانی باش تا فردا کسی آن را نیز بر تو فرو خواند این پاسخ آشکارا به دسیسه کاریها و بدسگالی هایی که درباریان و نزدیکان خلفا در کار یکدیگر میداشتند اشاره میکند علی ابن هشام در اواخر دوره معمون ریاست حرس داشت بدسگالان او را به سرکشی و خلاف متهم کردند و معمون را در حق او بدگمان نمودند خلیفه عزیف ابن انبسه را که از سرداران او بود بفرمود تا او را حاضر آورده و عجیب کوشی تا او و برادرش حسین ابن هشام را هلاک کردند سر علی را برنیزه کردند و به برقه بردند و بعد از چندی به دریا افکندند عجیب نیز چند سال بعد مورد سخت معتصم قرار گرفت و به این اتهام که برادرزادی معتصم عباس ابن معمون را بر ضد خلیفه به شورش واداشته بود او را بند نهادند و هلاک کردند بدگمانی خلیفه در حق عجیف تا بدان پایه بود که چون عجیف در نصیب این در گذشت پسرش صالح ابن عجیف نزد خلیفه آمد و پدر را لعن کرد و از او بیزاری جست و درخواست که او را به نام پدر منصوب نکنند و به جای صالح ابن عجیف صالح معتصمی بخوانند در این پاسخ که افشین به اسحاق ابن ابراهیم میدهد در واقع به تصاریف و تغییرات زمانه اشاره میکند و با کنایه از دستیسه ها و توطعه های رقیبان پرده بر می افشین و مازیار آنگاه مازیار سپه تبرستان را با او روبرو کردند. در این باب آنچه یعقوبی نقل کرده است با روایت مشهور تبری تفاوت دارد. یعقوبی می نویسد که چون مازیار را با افشین روبرو کردند، ابن ابی قاضی مازیار را گفت این از افشین که تو دعوی می کنی که او تو را به سرکشی شورش واداشته است افشین رو به مازیار کرد و گفت دروغ از مردم بازار نارواست پیداست که از پادشاهان تا چه اندازه زشت است به خدا سوگند دروغ تو را از کشتن نمی رهاند. فرجام کار خود را در دروغ قرار مده مازیار گفت افشین نه ای به من نوشت و نه رسولی فرستاد جز آنکه ابوالهارس وکیل من به من خبر داد که وقتی نزد افشین رفته است او را گرامی شمرده است و به جای او نکویی کرده است بدین گونه طبق قول یعقوبی مازیار ارتباط خود را با افشین یک سره انکار کرد اما روایت تبری در این باب مشهورتر است و این می نویسد که چون مازیار را پیش آوردند از افشین پرسیدند این مرد را می شناسی گفت نه مازیار را گفتند تو این مرد را میشناسی گفت آری این مرد افشین است و افشین گفتند که این نیز مازیار است گفت اکنون شناختم گفتند آیا هرگز به او نامه ای نوشته ای؟ گفت نه از مازیار پرسیدند که آیا افشین نامه به تو نوشته است؟ گفت بلی برادرش خواش به برادرم کوهیار نوشت که این دین سپید را جز من و تو و بابک کسی نمانده است که یاری کند بابک به نادانی خیشتن به کشتن داد و من بسی کوشیدم که او را از مرگ برهانم نشد و گولی و نادانی او نگذاشت تا کارش به دانجا که دانی کشید اما تو اگر به شورش برخیزی و نافرمانی کنی این قوم را کسی نیست که به دفع تو فرستد جز من که بیشتر سواران و دلاوران با منند آنگاه اگر مرا به سوی تو گسیل دارند به تو خواهم پیوست و دیگر کس نیست که با ما جنگ تواند کرد جز این سه گروه که عربان و مغربیان و ترکان باشند لیکن عربان چون سگانند پار و پیش آنها بیانداز و سرشان بکوب این مگسان مغربیان نیز سر خورند اما فرزندان شیطان که ترکانند پس از ساعتی جنگ تیرهاشان به پایان رسد آنگاه برانان بتاز و همه را از بن برنداز تا دین به همان قرار که در روزگار عجم بود بازگردد افشین گفت این مرد بر برادر خود و بر برادر من ادعایی دارد و این ادعا چیزی بر من الزام نمی کند. و اگر خود چیزی بدون نوشته بودم تا او را چنان به خیشتن متمایل کنم که بر من اعتماد کند نیز ناپسند نبود زیرا چون من خلیفه را به شمشیر یاری کرده بودم روا بود که به حیله نیز او را یاری کنم تا مازیار را به بند آورم و به خلیفه تسلیم کنم و همان بهرهای که عبدالله تارکنون از گرفتن مازیار برده است من ببرم و نزد خلیفه جاه و آبرو بیابم آنگاه مازیار را بیرون بردند این پاسخ افشین آشکارا پرده از راز درون او بر می گیرد و نشان می دهد که امیرزاده اشروسنه برای آن با مازیار نوشت و خان داشته است که او را فریب دهد و با خیانت نسبت به او خدمتی به دستگاه خلیفه کرده باشد چون افشین با مرزبان ترکش و اسحاق ابراهیم سخنان تون گفت ابن ابی دوات قاضی برو بانک زد افشین گفت ای ابا عبدالله تلسان فرو گرفته ای و تا جماعتی را به کشتن ندهی آن را بر سر نخواهی نهاد ابن ابی پرسید که تو مختون هستی یعنی خطه شده ای گفت نه پرسید با اینکه اسلام بدن تمام می شود و پاکیزگی از آن حاصل می گردد تو را از این کار چه باز داشت جواب داد که مگر در اسلام حفظ نفس به کار نیست گفت هست گفت ترسیدم که چون آن پاره پوست را از بدنم ببرند بمیرم گفت تو نیزه و شمشیر میزنی و بیم مرگ از جنگجویت باز نداشت آنگاه از بریدن پاره پوست بیتاب شوی گفت آن جنگجویی امری ناگزیر است که از آن سود برم و بر آن صبر توانم کرد اما این ضرورت نیست و در انجام آن از بدر رفتن جان خویش نتوانم بود آنگاه گمان ندارم که در ترک آن از اسلام سرپیچی کرده باشم ابن عبی حاضران مجلس را گفت اکنون کارو بر شما آشکار گشت پس بقای کبیر سردار ترک را که در مجلس حاضر بود گفت تا افشین را فرو گرفت و از باب وزیر به سوی محبس بود بدین گونه بود که دوران قدرت و شکوه افشین شاهزاده اشتوسنه به پایان رسید سرانجام افشین نوشتن که او در زندان مرد میگویم قبل از وفا کس نزد معتصم فرستاد و درخواست تا شخصی را که مورد اعتماد باشد نزد وی روانه کند معتصم همدون ابن اسماعیل را فرستاد افشین سخن آغاز کرد و از آنچه در حق وی گفته بودند پوزش خواست و گفت امیرالمؤمنین را بگو مسل من و تو همچنان مردی است که گوساله ای را بپرورد تا فربه و قوی گشت و یاران او میخواستند که گوشت او را بخورند و به او تعرض و اشاره کردند آنان را اجابت نکرد و همه بر آن اتفاق کردند که بگویند این بچه شیر را چرا میپروری که بچه شیر چون بزرگ شود به اصل خود باز گردد گفت این گوساله است گفتند شیر است از هر که میخواهی بپرس نزد هر که میشناختند رفتند و گفتند اگر در باب گوساله از شما بپرسند بگویید شیر است مرد از هر کس در باب گوساله بپرسید گفتند شیر درنده رنده است بفرمود تا گوساله را سر ببریدند من آن گوساله چگونه شیر توانم بود الله الله در کار من به عنایت نظر فرمایید همدون گفته است که چون از نزد او برخواستم طبقی میوه در پیش روی او بود که معتصم با پسرش واسق نزد او فرستاده بود افشین در آن هنگام تندرست بود چون نزد او باز گشتم گفتند مرده است از این قرار باید او را مسموم کرده باشند مرده او را از زندان بیرون آوردند و در بابل العام بردار کردند بوتانی چند نیز که میگفتند از خانه او بیرون آوردند بیاوردند و همانجا با جسد او سوزانیدند داستان فرجام کار او را در بعضی کتاب ها چنین آورده هم که متسم روزی میوه بسیار بر طبقی نهاده و پسر خیش را که به هر اونو واسق و بالله ملقب بود گفت این میوه نزد افشین بر میوه با واسق برگرفتند و او به مجلس افشین رفت افشین به میوه نگریست و گفت لا اله الا الله چه نیکو میوه است اما آنچه آرزوی من بود میان این میوه ها نیست پرسیدند تو را چه آرزوست گفت شاهالو واسق گفت این ساعت از بهر تو بفرستم و افشین دست به آن طبقه میوه نکرد و چون واسق خواست که باز گردد افشینی او را گفت امیرالمؤمنین را سلام برسان و بگو تا سقتی از آن خیش به نزد من فرستد تا رسالتی از من بدو رساند معتصم همدون ابن اسماعیل را بفرستاد و همدون در ایام متوکل که در حبس سلیمان ابن وحد بود این حکایت باز گفت که معتصم مرا نزد افشین فرستاد و با من گفت افشین سخن دراز کند و باید که تو نزدیک او بسیار نشینی من بشدم و آن طبقه میوه نزد او دیدم که یکی از آن برنگرفته بود مرا گفت بنشین من بنشستم و او با من حدیث دهقنت در گرفت و مرا استمالت می کرد من گفتم سخن مختصر گیر بر مقصود ختم کن که امیرالمؤمنین را بگو که یا مولای به جای من احسانها کردی و مرا به منزلت رفی رسانیدی و لشکرها را متابعت من فرمودی اکنون در حق من سخنهای بی حقیقت نامعلوم قبول کنی و در آن به عقل خود رجوع نمی کنی ان که با تو گفتن که من که جور را من بر مخالفت داشتم. و با آن قایدان که به جنگ منگ جور فرستادی گفتهام که جنگ نکنند تو مردی که حال جنگ دانی و با مردان جنگ کرده و لشکرها به جنگ برده ای امکان دارد که مهتر لشکر به کسی چنین سخنی گوید و اگر نیز ممکن باشد نشاید که تو چنین سخنها از دشمنان من قبول کنی و میدانی که قرض ایشان در که میگویند چیست همدون گفت از پیش او برخواستم و طبق می و همچنان که بود دست بدون نرسیده بود چون بیرون آمدم بعد از آن گفتند افشین به مردم متسم گفت او را به پسرش نمایید افشین را از محبس بیرون آوردند و پیش پسرش انداختند پسر مو و ریش خود بکند پس افشین را برگرفتند و به خانه ایتاخ بردند و از آنجا بر در دروازه آویختند و از آنجا که آویخته بود برگرفتند و با چوب بسوختند و خاکسترش را در دجله ریختند به وقتی که متاع او می در میان آن صورت مردی دیدند از چوب تراشیده و به زر و جواهر مرسع کرده و از هر جنس بتان دیگر دیدند و کتابها یافتند که دیانت و مذاهب سنم پرستان در آن نوشته بود چنین بود فرجام کار افشین که به آرزوی خیش نرسید چنانکه بابک و مازیار نیز فریب او را خوردند و کاری از پیش نبردند با این همه سعی و جهد این سرداران به جدایی خراسان و بعضی بلاد دیگر ایران از قلمرو خلافت بغداد منتهی گشت تاهریان قدرت و استقلال یافتند و حکومت آنها آغاز نوبت دولت فورس را نوید داد تاهریان آیا حکومت تاهریان را میتوان آغاز حکومت مستقل ایران بعد از اسلام خواند؟ اینجا جای سخن هست تاهریان ایرانی و از مردم پوشنگ هرات بودند بسا نیز که به نسب و نژاد خیش تفاخر می کردند. لیکن قبل از وصول به حکومت نیز خود را از راه موالات به عرب بسته بودند و با این همه از وقتی که به خراسان آمدند چون میخواستند با دربار بغداد ارتباط خود را قطع کنند لازم دانستند که پیوند خود را با ایرانیان استوار نمایم. سعی کردند از غروب مردم برای استقرار دولت خیش پایگاه محکمی بسازند حکومت آنها در هر حال رنگ ایرانی نداشت و آن خیال تجدد دولت ساسانی و احیاء آین مجوس را که دیگران در سر پرورده بودند از خاطر برده بودند دولت آنها هر چند از دولت بغداد جدا شده بود اما از آین مسلمانی جدا نشده بود از این رو برخلاف مازیار و بابک از پشتیبانی و حمایت ایرانیان مسلمان بینصیب نماندند و به همین سبب بود که توانستند آرزوی استقلال و سلطنت خیش را تحقق بخشند رفتار آنها با مردم و رعایای خیش از دلجویی و داد پروری خالی نبود می نویسند که چون در سال دویست و بیست هجری در سیستان قهدی پدید آمد و آب هیرمند خوش گشت آنها سیصد هزار درم نزد فقیهان سیستان فرستادند تا بین درویشان و زعفا که حال ایشان تباه گشته بود تقسیم کنند درست است که اموال آنها در خراسان از بیدادی و دراز دستی بر مردم خیشتن را نگه نمی داشتن. اما در آن روزگاری که خلافت بغداد روی در ضعف و انهداد داشت قدرت اراده این طایفه خراسان را از فتنه و آسیب و هرج و مرج نجات داد و بدین گونه هر چند دولت آنها را نمیتوان از آن گونه حکومت ها دانست که ابو مسلم و سندباد و استادسیز و بابک و مازیار خیال ایجاد آن را در سر میپروردند. لیکن دولت آنها در هر حال تلایه استقلال ایران بود جنگ عقاید نبرد در روشنی نبردی که ایرانیان در طی این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاریکی خشم و تعصب نبود در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت و بازار مشاجرات و گفتگوهای دینی و فلسفی گرم بود بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار دین مسلمانی را با شور و پذیره شدند دین تازه را که عربان آورده بودند از آیین دیرین نیاکان خیش برتر میافتند و سنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بیشاعبه اسلام شرک و کفر می شناختن. آن شور حماسی نیست که در تبایع تند و سرکش هست و آنان را وا می دارد که را پاک و نیک و درست است ایرانی به شمارند و را زشت و پلید و نادرست از غیر ایرانی بدانند در دلهای آنان نبود از این رو آین مسلمانی را دینی پاک و آسان و درست یافتند و با شوق و مهر بدان گرویدند از این همه در عین آنکه دین اعراب را پذیرفتند آنان را تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ و تربیت خود فرو گرفتند و به تمدن فرهنگ خیش برآوردند اما ایرانیان همه از این گونه نبودند بعضی دیگر همان گونه که از هر چیز تازه‌ای ای بی موحشت دارند از دین عرب هم روی برتافتند و آن را تنها از این رو که چیزی ناآشنا و تازه و ناشناس بود نپذیرفتند بهتر دیدم که دل از یار و دیار برکنند و در گوشه و کنار جهان آواره باشند و دین تازه را که برایشان ناشناس و نامعنوس بود نپذیرند حتی سرانجام پس از سالها دربدری در, در کوه و بیابان رنج هجران بردل نهادند و به سند و سنجان رفتند تا دینی را که از نیاکان ها موخته بودند و بدن سخت دل بسته بودند ترک نکنند و از دست ندهند. اگر هم طاقت درد و رنج دربدری و هجران را نداشتند، رنج تحقیر و آزار مسلمانان را احتمال کردند و ماندند و جزیه پرداختند و از کیش نیاکان خیش دست بر نداشتند. برخی دیگر هم از اول با آین مسلمانی به مخالفت و ستیزه برخواستند. گویی گرویدن به این دینی را که عرب آورده بود اهانتی و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان فرا می در نهان از عرب و آین او به شدت بیزار بودند. و هر جا نیز فرصتی و مجالی دست میداد سر به شورش برمیآوردند و عربان و مسلمانان را از دم تیغ میگذرانیدند این اندیشه که عرب پسترین مردم است چنان ذهن آنها را مشغول کرده بود که هرگز مجال آن را نمیافتند تا حقیقت را در پرتو روشنی منطق و خرد ببینند هر روز به بهانه و در جایی قیام و شورش سخت میکردند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند بعضی دیگر هم بودند که اسلام را نه برای آنکه چیز ناشناسی است و نه برای اینکه آورده تازیان است بلکه فقط برای آنکه دین است رد می کردند و به مبارزه بر می خواستن. زنادقه و آزاداندیشان که در اوایل عهد عباسی عده زیادی از آنها در بغداد و شهرهای دیگر وجود داشت از این گروه بودند. به وجود این فرقه و آرای مختلف بازار بحث ها و جدل های مذهبی را بین اعراب و ایرانیان گرم می داشت و نبردی سخت را در روشنی عقل و دانش سبب می شد که بسی دوام یافت و نتایج مهم داشت آین زرتشت باری آین زرتشت که اسلام آن را به خطر کنده بود جنبه سنوی داشت در این آین مبدع خیر از مبدع شر جدا بود هر نیکی و روشنی و زیبایی بود آن را به مبدع خیر منصوب می داشت و هر آنچه زشت و تیرگی و پستی بود آن را به مبدع شر نسبت می داد. مانند دیگر ادیان روحانی آن قدرت را داشت که عشق به نیکی و روشنی را در دلها برانگیزد و قبار ریمنی و اهریمنی را از جانها بزداید و محو کند. گذشته از آن دین کار و کوشش بود. و بیکارگی و گوشنشینی و مردم گریزی را پاک و ایزدی نمی شمرد. تکلیف آدمی را آن میدانست که در زندگی با دروغ و زشتی و پستی پیکار کند و آن را در بند دارد. فدیه و قربان و بادگساری را بیهوده می شمرد و نمی پسندید. زهد و ریاضتی نیز که در دینهای دیگر هست در آین زرتشت در کار نبود. در کشاکشی که میان نیکی و بدی هست تکلیف آدمی را چنین می دانست که نیکی را در وجود هرمز یاری کند این تکلیف که برای آدمیزاد مقرر بود از آزادی و اختیاری که انسان در کارهای خیش می داشت شکایت می کرد بنابراین جبر و سرنوشتی است که اسباب عمده انحطاط دین هاست در آین زرتوش راه نداشت انسان یارای آن را داشت که نیکی را یا بد را برگزیند و یاری کند این دیگر به اختیار او به خواست او بسته بود رهایی و رزگاری او نیز به همین خواست و همیت اختیار بستگی داشت در چنین آین که آدمی مسئول کار و کردار خیش است دیگر جایی برای تقدیر و سرنوشت نیست و کسی نمیتواند گناه کاهلی و کنارجوی خیش را بر گردن تقدیر نامعلوم بیفرجام بگذارد زیرنویس برای تحقیق در مسئله جبر و اختیار در مذهب زرتشت رجوع شود به کتاب جکسن با این عنوان زراستریان New نیویورک 1928 Part 2 دنبالی مد دینی که چنین ساده و سودمند بود به خوبی میتوانست راه روشنی و پاکی را به مردم نشان دهد و شوق به معرفت و عمل را در دلها برانگیزد. اما چنین کاری دستگاه مرتبی میخواست که از فساد و آلایش فریبکاران دور بماند و چنین دستگاهی در پایان دوره ساسانی در ایران نبود در حقیقت نیروی معنوی آین زرتشت برای هدایت و ارشاد اخلاقی مردم کفایت میکرد اما تاب آن را نداشت که بتواند دستگاه عظیم تمدن و جامعه ساسانی را با خود بکشد و این وظیفه بود که پادشاهان ساسانی از عهد اردشیر بر عهده او نهاده بودند اردشیر بابکان حکومت ساسانی را بر پای دین بنیاد نهاد و دین و ملک را دو برادر همپشت فرانمود از آن پس موبدان و هیربدان سعی بسیار کردند تا سرنوشت حکومت و دولت را به دست بگیرند کسانی از پادشاهان که در برابر جاه طلبی روحانیان در می ایستادند یا همچون یزدگرد اول به زهکار خانده می شدند و یا همچون قباد بدنام و بیدین به شمار می آمدند. آتشگاه در سراسر عهد ساسانی بر همه کارها نظارت داشت و موبدان و هیربدان بیشتر شغلها را بر دست داشتند قدرت و اعتباری چنین که روحانیان را در همه کارهای ملک نفوذی تمام بخشیده بود کافی بود که فساد را به درون دستگاه روحانی بکشاند در حقیقت نیز موبدان و هیربدان در اواخر این عهد به فساد گراییده بودند کتاب پهلوی مینوک خرد که به حکم قراین در اواخر دوره ساسانی تعلیف شده است یک جا که عیب روحانیان را بر می شمارد می گوید عیب روحانیان ریاورزی و آزمندی و فراموشکاری و تناسایی و خردبینی و بدگرایی است. زیرنویس داناک و مینوک خرد فصل 59 ترجمه وست صفحه 183 دنبالی آیا ذکر این معایب حکایت از وجود آن در بین طبقات روحانی این عهد نمی کند؟ گمان نمی رود که در این باره جای تردید باشد علال خصوص که فطرت و فساد کار موبدان را در این دوره از قرائن دیگر نیز می توان دانست فساد و اختلاف باری آتشگاه با آنکه به فساد مقان و موبدان آلایش یافته بود در همه کارها برای خیش حقی می تلبید. با این همه به سبب همین فساد و پریشانی که در کار مو بدن و هیر بودن رخ نموده بود دیگر از اداری این همه کارها که بر عهده داشت بر نمی آمد در واقع هر قدر دستگاه اداری و سازمانی اجتماعی ساسانی وزعت می یافت و هر قدر قدرت تمدن ظاهری و سوری شاهنشاهی ایران فزونی می گرفت توان نیروی آتشگاه در اداری امور مملکت کاستی می پذیرفت و کمتر می شد علال خصوص که بدعت های دینی نیز هر روز قدرت موبدان را متزلزل میکرد و مردم را در درستی و پاکی آنها به تردید میانداخت. از قرایم برمی آید که در دوره ساسانی در آین زرتوش خلاف و اختلاف بسیار بوده است. و این همه خلاف و اختلاف زاده بدعتهای دینی بود که در این ادوار پدید آمد و در آین رسمی کشور البته تأثیری نداشت. در قلمرو پهناور حکومت ساسانی آین زرتشت با ادیان و مذاهب گوناگون روبرو بود در مشرق آین بودا و دین شمنان آن را تهدید میکرد فلسفه یونان نیز خواست از عهد نوشیروان بعضی از اندیشه ها و خاطرها را نگران خیش می داشت. از این تصادم که بین ادیان و آرا روی می ناچار ادیان و مذاهب تازه رخ می آین مانی آین مانی نخستین بدعت دینی بود که با سر و صدای بسیار از این تصادم و و عقاید پدید آمد سرگذشت او و دین تازه که پدید آورد داستان دراز دارد و در این اوراق نمی اینقدر هست که مانی به حکم محیط پرورش و به اقتضای احوال و ظروف دوری زندگی خیش مذهبی ابداع کرده بود که در آن بسی از عناصر و اجزای ایسوی و زرتشتی و زروانی را با پاره از عقاید سابعین و مندانیان و حرانیان به هم پیوسته بود و ترکیب کرده بود زیرنویس رجوع کنید به کتاب مانی و دین او شامل دو خطابه از سید حسن تقیزاده نشریه انجمن ایران شناسی صفحه سی که آخرین تحقیقات مهم درباره مانی است فهرستی از معاخذ فارسی و عربی مربوط به مانی نیز به احتمام آقای احمد افشار شیرازی بدن زمیمه است که اکثر معاخذ موجود را در آنجا نقل کرده است دنبالی مد پدر مادرش ایرانی بودند و ناچار بهره ای از مردری عقاید آنها داشت اما چنان که از اخبار او برمی آید در بابل نشف کرده بود و از همین رو عقاید بابلی و کلدانیان و مذاهب مختلف سابعیان و هرانیان در افکار او تأثیر داشت مسافرت های نیز در مشرق کرده بود که او را با عقاید بودایی آشنا می کرد و در آرا و عقاید او تأثیر این همدیان را می توان یافت. آین مانی که در واقع معجونی از عقاید و مذاهب متداول آن عصر بود نزد مقان بدعتی بزرگ تلقی شد و چنانکه که در تاریخ آوردهاند موبدان برای برانداختن آن جهت بسیار کردند او را محاکمه کردند و نابود نمودند و پیروانش را نیز سخت عقوبت دادند با این همه آین او که ذوق عرفانی و لطف هنری خاص داشت از میان نرفت و سالها نه تنها معارض آین زرتشت بلکه با آین عیسی و حتی با دین مسلمانی هم معارضه میکرد اما هم از وقتی که مانی در عهد شاپور اول آشکار شد موبدان آین او را بدعت و زندقه شمردند و آن را به شدت محکوم کردند آخر ظهور این گونه بدعت ها جبرود و قدرت آنان را لطمه سخت میزد مزدک با این همه تصادم بین عقاید و مذاهب گوناگون پیدایش این گونه بدعت‌ها را الزام می‌کرد و تعصبی که موقان در قتل و ترد مانویان به خرج دادند باب زندقه را فراز نکرد چندی بر نیامد که مزدک ظهور کرد و سخنان تازه تر آورد این مزدک چنانچه از اخبار برمی خود از موبدان بود و آیین تازه‌ای هم که آورد تحویلی از آراء زرتشت به شمار می آمد. در مسئله وجود شرور و آلام که هم زرتشت و هم مانی بدان عنایتی خاص داشتند و محور عقاید ثانوی شمرده می شود مزدک رأی تازه آورد و گفت تمام بدیها و زشتیهای های جهان را باید از دیو رشک و دیو خشم و دیو آز زیرا چیزی که برابری و مساوات مردم را که مایه رضای حرمزد است نابود کرده است و از میان برده است قدرت و استیلای این دیوان تبهکار است بنابراین تا هر آنچه مایه رشک و خشم و آز مردم است از میان نرود مساوات و برابری که فرمان اهورمزد و خواست اوست در جهان پدید نمی آید آیا داستان اشتراک در زن و مال نتیجه منطقی این رعی بوده که مزدک داشته است و خود او آن را تبلیغ و توصیه می کرده است و یا آنکه مخالفان او کسانی که آراء او, او را سبب خلل در احوال جهان می دانستند این سخن را به دو بستند حکم درست در این باب آسان نیست زیرا از کتاب ها و نوشته های مزدکی چیزی باقی نمانده است اما دور نیست که آنچه مورخان زرتشتی و مسیحی و مسلمان در این باب آوردهاند خالی از مبالغهای نباشد لحنی که در کتابهای زرتشتی نام مزدک را بدان یاد میکنند از کینه و نفرت هم باشته است منابع عیسوی سوریانی و یونانی هم هیچ بو از انصاف و محبت ندارد و از کجا آنچه در این مورد آورده اند؟ از رشک و ریم خالی باشد با کشتار شگفتانگیز بیشفقتی که خسرو انوشیروان از پیروان مزدک کرد موبدان گمان بردند که آین پسر بامداد یک سر از جهان برافتاد اما این گمان درست در نیامد و آین مزدک حتی پس از سقوط ساسانیان باقی ماند و یک چند نیز با نام خرمدینی به معارضه مسلمانان برخاست. زیرنویس در باب مزدک رجوع کنید رساله کریستیانسن در باب سلطنت قباد و ظهور مزدک این کتاب را آقای نصرالله فلسفی و احمد بیرشک به فارسی ترجمه کردند تهران چاپ کلاری خاور 1320